اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بزرگوارانی که از پشت دوربین ها دارن ما رو میبینن به صورت مجازی در منزل، و خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای علی اکبر رایفی پور. بنده محمد رضا دانشور هستم، به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبایی خدمت شما هستیم. قبل از هر چیزی، حالا یکم تأخیر داره، امروز 20مه، با 4 روز تأخیر روز دانشجو رو به همه دانشجوها، هر طیفی از دانشجو، از دانشجو بسیجی، انجمن، جامعه و و و و تبریک میگم، و اینکه انشاءالله به امید خدا بتونیم صحبت خوبی رو داشته باشیم و تهش یک آورده‌ای، یک زایشی بتونیم برای دوستان و بزرگوارانی که وقتشون رو میذارن و پای صحبت‌های ما هستن داشته باشیم انشاءالله. جناب استاد بفرمایید، سلام علیکی داشته باشید تا. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه بینندگان عزیز که حالا دارن به صورت زنده از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو مشاهده میکنن. روز دانشجو رو به صورت ویژه تبریک عرض میکنم به همه دانشگاهی‌های عزیز، دانشجوها و حالا مخصوصا بچه‌های دانشگاه علامه طباطبایی. در خدمتتون هستم. سلامت باشید ان شاءالله. خب موضوعی که امروز ما در خدمت شما هستیم، شما لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید، موضوعی است پیرامون نقش دانشجو در افق گام دوم انقلاب. و اینکه قبلش هم اگه اجازه بدید من یک معرفی از دانشگاه خودم به عنوان میزبان این برنامه داشته باشم. دانشگاه علامه طباطبایی همونجوری که استاد شما میدونید به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و یک دانشگاه، بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و دانشگاه تخصصی در سطح اول آموزش عالی کشور، به نوعی میشه گفت فرزند انقلاب، بعد از انقلاب از تجمیع برخی از مؤسسات آموزش عالی و حالا دانشگاهی که وجود داشت شکل گرفته به خاطر رسالت و اهمیتی که حوزه علوم انسانی داره. اهمیت شما رشته‌های مهندسی این چیزا ندارید؟ نه نه، حدود 10 تا دانشگاه انسان. بله، که به صورت تخصصی تمامی حوزه‌های علوم انسانی رو در سطح کشور، در سطح حالا آموزش عالی تحت پوشش خودش قرار میده. و اینکه همین این چیزا مجمع الجزایر هم هست. قبلا اینجوری بودم میومدم دانشگاه ها، یا هر مثلا دانشگاه مدیریتتون یه جا بود اقتصاد فکر کنم، یه جا دیگه بود. نه خدا رو شکر الان جمع شده. الان دو سه تاشون بیرونن، مثلا اقتصاد که توی حالا به قائم مقامه، ولی بقیه نه خدا رو شکر. همه مجتمعاً توی دهکده المپیک، حالا یه طرحی هست که حالا انشالله همشون هم میخوان بیاد. اینجوری اون سر و شکل جامعه بودن دانشگاهی بیشتر اسم میشه. شما وقتی که وارد میشید از هر طیفی، از هر گروهی و رشته‌ای رو میبینید، خب این خیلی نحوه بهتری داره، حس بهتر میده. حالا یه طرف، یه از یک سمت هم دانشگاه ما همیشه مخفوله، یعنی مهجوره. چرا؟ چون دانشگاه علوم انسانی تخصصی تو همه حالا رتبه بندیایی که میشه در کنار سایر دانشگاه ازش نام میبرن، مقایسهشون میکنن، انتظاراتی دارن که خب به عنوان دانشگاه علوم انسانی خب خیلی از اونا رو نمیتونه پوشش بده. به هر حال انشالله حالا سعی میکنیم سیر بحث رو یه جور پیش ببریم که حالا شمول دانشجو و دانشگاه ها رو در بر بگیره، چون دوستان مختلفی حتما. آقا تو مسائل سیاسی دانشگاه های مهندسی و فنی از خود دانشگاه هایی که در واقع رشته شون علوم سیاسی دارن یا دانشگاهشون دارن معمولا جلوترن، یعنی معمولا این بحث های سیاسی بیشتر از شریف و علم و صنعت و امیرکبیر و مثلا پلی‌تکنیک معروف دیگه. خب اینجوری بیرون میاد، در حالی که اونقدر که ما سر و صدای سیاسی تو دانشگاه‌های مهندسی داریم، توی مثلا چه می‌دونم دانشکده، چه می‌دونم علوم سیاسی و حقوق مثلا دانشگاه تهران نداریم. درسته. به نوع در واقع درسی که این بچه‌ها می‌خونن و اون خود شاید بگیم روانشناسی سیاسی که اینا دارن می‌خونن با این برگرده. شاید از این جهتی که خورده توی مسائل سیاسی کمتر اسم بشنم تو ایران مسبوق به سابقه است. درسته. حالا دقیقاً این بحثی که فرمودید رو حالا به نحوی توی حالا در امتداد بحثمون سعی می‌کنم، گفتم خدمتتون سعی می‌کنیم که تمرکز رو قشر دانشجو و دانشگاهی داشته باشیم، ولی خب اجازه بدید من یه سوء استفاده‌ای به نفع دانشگاه علامه بکنم و مسائل مختص دانشجوهای علوم انسانی و اینکه آقا توی این حوزه باید چیکار بکنن، با خودشون چند باشن، چه مهارت‌هایی چیز نیاز هست رو ان شاءالله با هم بررسی بکنیم. خب این مقدمه کوتاهی رو من ابتدا خدمتتون بگم، بعد در خدمت استاد هستیم در خدمت کل در حالا کلیاتی که دارند رو بفرمایند، و بعد میریم دیگه حالا
توی اون پرسش و پاسخهای معمول که حالا رسمه. یه نکته ایرم من همینجا استاد خدمت شما و در پیشگاه مردم ایران بگم که من نه مجریم و نه هیچ ادعایی هم تو این حوزه دارم، صادقانه دستم هم همینم خوبه میبرم بالا. یعنی واقعا اگر این دوربین دوستان حالا اندکی که حالا خدا رو شکر اینجا خیلی ممنونم ازتون، بچه ها رعایت میکنن شرایط رو، اگه دوستان هم نبودن، دوربین هم نبودن، من واقعا اینقدر صادقانه و راحت خدمتون صحبت میکردم. خیلی خوبه، مردم همین میپسندن. خب خیلی عمر خدا رو شکر. خب همونجور که میدونید روز دانشجو، البته یه نکته کوتاهی هم خدمتتون بگم، دوستان یکم گله میکردن میگفتن آقا بعد چهار روز چرا اینجوری اونجوری، به نظرم یکم تاب و شکم باشیم، یک سری موارد یک سری مسائل رو صرفا توی حال عادت نکنیم که یه روز تقویم رو ببینیم و بهش عادت بهش رجوع بکنیم. روز دانشجو هر روز تا زمانی که شما تو دانشگاه فعالی زنده ای نفس میکشی درس میخونی روز دانشجو، اینم از ما بر ما ببخشید واقعا. آقا یه سه جا هفته دانشجو میگیرن دیگه اینا قابل حله. خب اینم حالا این نکته بود، گله ای که بود بچه‌ها داشتن، ما واقعا دوست داشتیم در شرایط خیلی بهتر همون روز در خدمت باشیم، ولی نمیشد، برنامه‌ها نمیشد که جفت جور بشه. خب بریم سر بحثی مقدمه خدمتتون میگم استاد، بعد در خدمت شما هستیم. خب بخوام از کجا واقعا شروع بکنیم؟ از خیلی واقعا بحث رو میشه کلی شروع کرد، از اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاست خارجه، داخل و و و و نمیخوام نکاتی رو بگم که همه دوستان میدونن، ولی یکی از راهکارها به نظر بنده به عنوان حالا یک دانشجوی پایه، یک دانشجوی که دارم تازه درسم رو یاد میگیرم و سعی میکنم هم دانشجو خوبی باشم، حس میکنم که یکی از راهکارها. خودتون چی میخونید؟ من حقیقتش چجوری بگم، یکم سخت رشتم، توی دانشگاه برشتم میگن سیاستگذاری بازرگانی. چه مقطعی؟ دانشجو دکترا هستم، اردی 96 دانشگاه علامه. خب یعنی تموم میکنید دیگه؟ تمام. یک سال یک سال و نیم دیگه. آره توی محیط کارم برشتم میگن مدیریت استراتژیک، این هم از رشتم. بند فکر میکنم که یکی از راهکارها برای حفظ اقتدار کشورمون، تقویتش، این هست که قشر دانشجو به عنوان یک قشر نخبه، یک قشر تحصیل کرده که دغدغه هم داره، دغدغه نظام، انقلاب، کشور، ایران، وطن، هر چیزی، این هست که دانشجو مقتدر باشه، دانشجو بتونه خودش رو تقویت بکنه. خب این دانشجوی مقتدر هم یک سری ویژگی ها باید داشت. اگه بخوام خیلی ساده بگم، خودمونی صحبت بکنیم، دانشجو بتونه حرکتی شکل بده، باید بتونه گفتمان ساز باشه، باید بتونه ببینه، هوشمندی محیطی داشته باشه، منفعل نباشه، کنشگر باشه. و برای این هم برای این حوزه گفتمان سازی و تقویت خودش هم تو حوزه‌های مختلف علمی، تفکر تحلیلی و و و و و میتونه خودش رو حالا در انهای مختلف رشد بده، حالا الگو داشته باشه یا اینکه حالا خودخوان و پیش بره بره جلو. به نظر بنده میتونیم نتیجه این گفتمان سازی، نتیجه این بیداری، هوشیاری دانشجو میتونه اون نقش فعال و مؤثرش رو توی کشور، جامعه، تأثیر روی تصمیم سازی و تصمیم گیری، تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان حاکمیت کشور بتونه ایفا بکنه. این به نظر من یک حالت آرمانی از یک دانشجوه. خب شرایط ضوابطی هم داره دیگه، یه سری شرایط ضوابطش برمیگرده به خود دانشجو، یعنی یه سری ویژگی‌های شخصیتی میخواد، مهارت‌هایی میخواد، یک سریش برمیگرده به دانشگاه، یعنی دانشگاه هم بتونه یک زمینه بسته، حالا فرنگی بهش میگن متغیرهای کانتکستوال، فرهنگ زمینه بستری رو براش فراهم بکنه. فراتر از دانشگاه هم تو سطح حاکمیت، تو سطح نظام هم باید یک سری شرایط برای بروز و ظهور دانشجو، یک آدم کنشگر فعال فراهم باشه. همه این موارد رو میگیم، همه این موارد رو میگیم، ازش میگذریم. هدف یک دانشجو در حالت قایش دیگه اینه که بتونه مطالبه گر باشه، پیش زمینش اینه که خودش چیزایی داشته باشه، نه اینکه صرفا یک نقاد و یک منتقد صرف باشه. این مقدمه بنده بود، یک سیر رو خدمتتون گفتم تا این سیر رو بتونیم یک جوری توی 16 آذر و تبلورش توی گام دوم انقلاب، یعنی یک دانشجوی گفتمانساز، بیدار، هوشیار، هوشمند رو بتونیم تو برای موفقیت
گام دوم انقلاب تربیت بکنیم. حالا یک سری الزامات شرایطی داره که حالا انشالله توی بحث خدمت حالا دوستان اشاره خواهیم کرد. از شما خواهش میکنم اگر کلیاتی بحثی هست در این حوزه هر موردی که بعد نظرت بفرمایید در خدمتتون. بله خدمتتون عرض بکنم یا نه یه مقدمه‌ای دارم. ممنون اولاً از شما نکنم. خواهش میکنم. بله دوستان دارم همین گفتگو همجوری راحت و بی‌آلایش و خودمونی پیش بره. انشالله. خدمت شما عرض بکنم یه مقدمه‌ای دارم و یه 14 15 موردی به ذهن من رسیده. حالا به قولی بعد از اون نشستم در واقع کنار هم دیگه تایپ کردم اینجا که عرض کنم. اولا این که اوضاع کشور خب از ابعاد مختلف هم کشور هم منطقه در واقع محل واقعا سوال و بررسیه. خب ما نمیتونیم به همش بپردازیم توی بهتری که تو یک جهت پیش بریم یک حداقل یه بحثی رو ببندیم با هم دیگه. درست. و مطالبه گری هم فراتر از مطالبه گری دانشجویه. یه نفر غیر دانشجو هم میتونه مطالبه کنه. درست. اگه قرار فقط تو حوزه مطالبه گری باشه و فقط هم تو حوزه دانشجویی خب این یه خورده کارمون راحت تر میکنه اون بحث. نکته دیگه هم که اساساً این که فرمودید اگه کشور مقتدر میخواد کشور قوی میخواد باید دانشگاهشو درست کنید. خارجی ها میگن the knowledge is power. دانش اگر قدرت میاره دانش اصلا هم قدرته. ما خب سالها قبل دارن نامو داشتیم توانا بابا ترک دانا بابا عربیش هم داریم. حالا بگذاریم خدمت شما عرض بکنم داریم شکی نیست. ما حالا این ارتباطش با گام دوم من بخوام عرض بکنم اینه که من حداقل من خودم نگاهم به نکاتی که از سمت رهبر انقلاب طرح میشه نگاه دیپلماتیکی که حالا چهار تا بنر بزنن به در و دیوار اینا نیست. خب در مورد گام دوم همینه. گام دوم ایشون تو سخنرانی ها و در واقع جاهای دیگه خیلی قبلتر اشاره شده بود. حالا یه جا جمع‌بندی شد اینطور میتونیم بگیم. در مورد گام دوم اینکه خب بالاخره ما میخوایم گام دوم این انقلاب رو برداریم. گام دوم که میخوایم برداریم ناظر به حرکت‌های ایجابی است نه سلبی. ببین ما تو 40 سال اول بیشتر سلبی اومدیم و ببین به ما حمله شده در اثر اون حمله ما قدرت نظامی شدیم. یعنی اگر خودمون رو رها می‌کردن خب به حال خودمون من قطع به یقین میگم ما الان قدرت موشکی نبودیم. درست. یعنی اگر به ما حمله نظامی نمی‌شد ما در نظامیگری رشد نمی‌کردیم. ما اگر خدمت شما عرض بکنم یکی از امن‌ترین کشورها در منطقه هستیم و شما نگاه بکنید تعداد بمب‌گذاری‌هایی که داعش در اروپا کرد در فرانسه کرد یا در ایران کرد قابل مقایسه نیست. خب و امن‌تر از حتی تو این بحث تروریستی از خود اروپا. الان بگم با این تو یه لایوی هم داشتم در مورد شهید فخری‌زاده عرض کردم گفتم بابا اصلا اینا میخوان با این ترورها این داشته کشور رو به چالش بکشن بگن امنیت دارید پس چرا این اتفاق داره میفته. خب است. خب گفتم با یکی دوتا اتفاق هم این امنیت به چالش کشیدن این برداشتی که داریم این نتیجه چی بوده؟ نتیجه اینکه دور تا دارم ناامن بوده. ما 17000 تا ترور داشتیم. میبینید یعنی ما همیشه در پاسخ به یک اتفاق اومدیم و نفیان هی اومدیم گفتیم مثلا بانکداری نمیدونم ربوی فلان است بذاریم که خب بانکداری اسلامی چیه؟ حالا اگر ما بخوایم ناظر به روی یه روندها و رویکردهای حرف بزنیم که حالا ما بخوایم بگیم نه اینایی که نفی کردیم گفتیم اینا نه حالا بعدش چی ثم مازا حالا این که بله بانکداری درست اینه این دیگه از دانشگاه باید در بیاد یا تو حوزه دانشگاه باید در بیاد. خب وحدت حوزه دانشگاه می نیستش مثلا وحدت حوزه دانشگاه تو مملکت ما یه سری روحانی و همدن یه سری دکتر مکتر هم و همدن میذارن کنار هم دیگه. خب میشه مثلا شهید مفتح و شهید مطهری هم میشه مثلا نماد وحدت حوزه دانشگاه میام میگن خب اینا دکتر آیت الله هن. یعنی هم از این ور مثلا دانشگاهی هم از این طرف این دو تا. خب این نیست. این که اینها باید واقعا در هم نفوذ بکنه. یعنی دانشگاه ما اون نگاه اسلامی درست رو داشته باشه و فهم اسلامی اسلامیزه کردن نه. حالا آدم میتونه سه چیزا رو اسلام مال کنه. خب با دو تا حدیث هم همین چم گیر میاری شما. خدمت شما عرض بکنم که چهار تا آیه قرآن ورده دو تا حدیث پیدا کنه بگه آقا مثلا این بحث این مبحث اسلامی هم نگاه کنیدم هم مارکسیستا هم کاپیتالیستا از اسلام برای خودشون فکت می آوردن در دفاع از خودشون میگفتن ببین این روایت امیرالمومنین آقا مثلا چه میدونم اقتصاد شخصی رو به رسمیت شناخته این روایت از پیامبر نه اقتصاد مردمی رو به رسمیت شناخته. حالا قصه لحاظ این که بنده نگاهم اینجوری نیست. من معتقدم اگر بخواد اتفاق درست حسابی بیفته اگر قراره این کشور اصلاح شه این از جایی که تولید علم در اون صورت میگیره باید بروز و ظهور داشته باشه.
اینا کجان؟ یا یه سری اندیشکدان یا حوزه است یا دانشگاهه. همون اندیشکدان ها کجا درس خوندن؟ یا تو حوزه یا تو دانشگاه دیگه. درست شد؟ جز این نیست. حالا من بحث حوزه رو میذارم کنار، اون باید جدا یه روز جا شما یه روحانی بشینه خب که اگه نقدی داریم حرفی داریم بشینیم با او بزنیم، که فردا اگه ما الان حرفی هم بزنیم میگه نه دو تا کوچلوری نشستن در مورد ما قضاوت کردن، میگیم نه اینطور نیستش. یا حداقل این که یه روحانی نه به عنوان مجری، نه به عنوان کارشناس، ایشون هم باشه حرف پخته بشه، منصفانه باشه، دیالوگی شکلی مونولوگ رفت و برگشتی بشه، رفت و برگشتی بشه. درست. پس میگم من عرض میکنم، میگم یک مطالبه گری، دو حتما دانشگاهی، من والا بخش حوزه بیشم خیلی دیگه کار ندارم، خب سه اینکه ناظر به حل مسئله، نه نفیان باشه و سلبی باشه بلکه اثباتی. آقا راهکار ماشه، ما اول تو مساف ما میادیم گفتم آقا مثلا چون نمیم قوه قضایی ایراد داره، آقا نمیم سیستم اقتصادی ایراد داره، میدیدیم یه جایی میرم میگم خب حالا راهکار بگو، گفتم آقا وظیفه من راهکار دادن نیستش که، من ایبیابی دارم میکنم برای شما. یه ماشینه کنار شما داره رد میشه، میبینی پنچره، چی به طرف میگی؟ میگه آقا لاستیکت پنچره، بعد پیاده میشی برای یارو پنچری هم میگیری؟ او خیلی دیگه دم شما گرم. میگفتن نه، گفتیم باش پنچری چیکار کنیم، ما هم سوار اون ماشینیم. آقا ماشینی که سواریم پنچره، باشه پیاده میشیم، ما خودمون پنچره گیریم دیگه. ما به خودمون اومدیم یه لحظه نگاه کردیم، این مسافو کردیم با 14 15 تا معاونت و نمیدونم چه کلی کار است، چیزایی که در ظاهر خیلی بی ربط به هم میرسه، یه دولت کوچک. خب برای چی؟ برای اینکه آقا راهکارم بدیم، بگیم آقا بسم الله این سیستم اقتصادی غلطه، ما درستش اینه. خب این نیروها رو ما از کجا آوردیم؟ از دانشگاه، از حوزه و دانشگاه. جز این نیستش اصلا. نبود که مثلا من برم سر کوچه وایسم بگم آقا من یه کاری در حوزه امنیت غذایی میخوام انجام بدم. آقا اینا تو حوزه سلامت ما یه واحدی داریم معاونت حوزه سلامت، همشون پزشکن. درسته. باید پزشک باشه دیگه، او سر در میاره. درست شد. اینجوری ندونن سر کوچه وایستم بگم آقا سلامت میخوام بزنیم، با بلنشو ببینیم ببینیم چیکار میکنیم، میگم سنبولتی دم کنیم، اونم نمیدونم اینا که نیستش. حالا من چند تا نکته دارم، این مقدمه من بود. اولا اینه که من معتقدم مطالبه گری موجب میشه فضا در درجه اول برای آقایان حداقل سیاسی و امنیتی میگم، مطالبه گری موجب میشه که فضا دست خودمون بشه، از دست دشمن خارج بشه. ای کاش خود از صهیونیستا یاد میگرفتیم. صهیونیستا تا یه مخالفی پیدا میکنن سریع یا میرن در اون مخالف، در اون نهاد مخالف نفوذ میکنن، فرمون رو به دست میگیرن، یا نداشته باشن خودشون مخالف خودشون رو راه اندازی میکنن. مثلا در امریکا یه جریاناتی شکل گرفت علیه سیاست های رژیم صهیونیستی، یهودی هم بودن. دیدید اینا بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم میرن با اینا جلسه دارن، ایران هم میان. خب اینا معمولا نگاه فقهی هم دارن ها، یعنی چجوری ما یه حجتیه ای داریم که یه جریانات این شکلی داریم، یه جریانات تفکیکی داریم که حالا یه سری بحثایی در مورد انقلاب اسلامی تشکیل حکومت قبل از ظهور دارن، یهودی ها اینطور هستن. خب مثل جنبش ناتوری کارتاها، ساتمار و امسالوم. خب تا دیدن داره مخالفت با اسرائیل جدی میشه، سریع اومدن مخالفت رو سازماندهی کردن، اومدن جی استریت آوردن بالا که آقا مسئله عرب و فلسطینی‌ها باید حل بشه. 2008 سری اومدن، یعنی ساختن. آقا میگم مثلا این عقل منطق حکمرانیه، یعنی نفر خود عقل داشته باشه باید این کار انجام بده. درست میگم، همه جای دنیا دارن این کار انجام میدن. خب میان مخالف خودشون رو خودشون جهت، اگه این کارو نکنیم فردا یه نفر میخواد تظلم خواهی کنه، احساس کنه یه ظلمی بهش شده. ما که حکومت امیرالمومنین، حکومت امام زمان که نیستیم که، حتما یه گوشه عین عدالت هم من به شما بگم ما قبل از ظهور نمیتونیم تمام عدالت رو اجرا بکنیم. مثلا امام میگه عقل هم اینو میپذیره، اگه ما میتونستیم همه عدالت رو با ظهور میخواستیم چیکار، امام زمان میخواستیم چیکار؟ نمیشه. هر کاری بکنی بالاخره یه گوشه انسان غیر معصوم هست، با این مقدار پول میتونی بخری. بالا سر 80 میلیون ایرانی، 80 میلیون پلیس بذاری، یه پولی میدن پلیسا رو میخرن، اون پلیس هم آدم مثل خود ما. درست شد؟ یه نفر هم بیاد بگه آقا هیچ پلیسی مثلا رشوه نمیگیرد، هیچ مامور بانکی رشوه نمیگیرد، هیچ مامور تخلف، حرف چرتیه. بچه پیغمبرش والا نطفه پیغمبر، لقمه پیغمبر خورده، خب میاد چه اتفاقی میفته؟ میشه کنعان. درست. در مورد اهل بیت داریم، شما عبدالله افتاو نگاه کن، پسر امام صادق، که شما ببینید چه ها نکرد با موسی بن جعفر علیه السلام. جعفر کذاب ببینید، عموی امام، برادر امام، پسر امام، این چه اتفاقی میفته؟
خب ما باید اینجا به این نتیجه برسم که بگم که آقا پس این هست طبیعی، ما خودمون باید بیام اینو جهت بدیم. یعنی اگر خود شما نیومدی این رو جهت ندادی، میفته دست دشمن، دست آمد نیوزا میفته. اون موقع اون وقت دیگه این هر تر و خشکی رو به هم میبافن. و وقتی توجه هم مخاطب به خودش جلب کرد، دیگه شما انتظار نداشته باشید فقط حق بگه ها، نه، وقتی مخاطب به او اعتماد کنه، مردم ماهواره نگاه میکنه، مردم منتظرن سریع حرفشون از زده بشه. اگه تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیما، اگر نشریات ما، اگر ژورنالیستای ما اومدن حرف مردم رو باستاب دادن، فبه ها. اگر نیامدن، خب انتظار نداشته باشید که دشمن بشینه نگاه بکنه. نه، اون میاد پوشش میده، 10 تا میذاره روش، 10 تا میذاره روش، کوتاه هم نمیخواد بیاد. اصلا لزوم عقلانیه، یعنی یه نفر منطق حکمرانی بفهمه، خب این میدونه که باید لزوم همچین چیزی جدیه، باید باشه. نکته دومم این که برای اینا رو اول دارم، اصلا به عنوان نه جمهوری اسلامی، به عنوان یه نظام حسن، یه نفر فرض کنه پرگماتیسته، عملگراست، اصلا دینم نداره، عقلش روش بده انجام. یه نکته اگه اجازه بدید من میونه کلامتون بگم، دقیقاً همین این نکته که فرمودید، جهت دادن به آینده، مثلا نکته بارزیه که تو پارادایم پراگماتیسم عملگرا میگن. میگن آقا تو محیط آشوبناک اگه نتونی آیندتو خلق کنی، بله، غرق میشی تو آینده. مثلا این رشته‌ای که اینا، این کورسای دانشگاهی که آوردن فیوچرولوژی، برای چی آوردن؟ درسته، این برای خلق آینده است. حقیقتا پیش بینی میکنه آینده رو که بتونه آینده سازی بکنه، خب، و الا یه سیلی میاد اون جامعه رو میبره. به تر و خشکم رحم نمیکنه. مثلا من کاملا صحیح. دومی که بابا مطالبات در بسیاری از موارد دست مسئولین رو باز میذاره، خود شاهده. اینم باز کاملا پراگماتیستی میگم، اگر دانشگاه ما اومد درست مطالبه کرد، دست مسئولین ما تو برجام هم بازه، تو مذاکرات برجام. ما دو سه تا فیلم از آقای ظریف من دیدم پخش شده، حالا مثلا اینجا میره کنار البرادعی، ایشون میگه که آقا اگر با ما مذاکره نکنید، مخالفان ما میان سر کارا. یک جای دیگه ایشون میگه آقا ببینید این مجلس دیگه میاد سر کار، یا یه جایی مثلا اشاره میکنه به دولت آقای احمدی نژاد که ببینید شما مثلا، یعنی یه کسی که از نظر در واقع مخالف تو جبهه متفاوته، نمیگم الزام مخالف، متفاوت سیاسی تعریف میشه، یه کسی مثل آقای ظریف یا مثلا تیم آقای احمدی نژاد دیگه از یه جهاتی. خب خدمت شما عرض میکنم، میگه ببینید اگر با ما مذاکره نکنید، خب اونا میانا، با اونا سخت‌تر میتونید مذاکره کنید، اونا شما زاویتون با اونا بیشتره ها، درست شد؟ خب اینجا ایشون چه چیزی رو داره وجه حل در واقع این به عنوان یه سند میاره، اون فکت میاره، از وجه حل معامله داره میاره، میگه نگاه کنید ببینید جامعه داره به اون جریان سیاسی نزدیک میشه، اونم به خاطر خلف وعده شماست. شما برجام عمل نمی کنید، طرف غربی ببینید مخالفان سیاسی ما دارن اینجا، پس این مخالفت های سیاسی حتی برای جریان، اگه نفر نگاه ملی داشته باشه، یه کسی برای یه کسی مثل آقای ظریف عطا روحانی هم میتونه خلق فرصت بکنه اگر ما ملی نگاه بکنیم. پس حتی میخوام بگم که اگر یه روزی بسیج دانشجویی داره مطالبه میکنه، اون کسی که مقابلشه از نظر سیاسی متفاوت نگاه میکنه، نگران نباشه. و اگر یه روزی یک جریان دانشجویی چه میدونم لیبرال داره مطالبه میکنه، خب این طرفی هم خیلی نگاهه. اگه در مجموع نگاه بکنید، بله یه جای نگرانی هست، اگر ببینیم مثلا چه میدونم امنیت ملی داره به خطر میفته، یه جای سنت های صحیح کشورمون مردم داره به خطر میفته، اون چه حزب اللهی بیاد حرف بزنه چه یه غیر حزب اللهش بیاد حرف بزنه، باید گوش زد کرد. خب در این شکی وجود نداره. این اصلا دست تصمیم گیران نظام باز میذاره. دست من یه فضایی رو اینجا بگم، یه خورده راحت صحبت بکنم. من جریان دانشجویی نبوده که تقریبا من دعوت نکرده باشه، من شما بگم. خب تو دولت های روحانی به خاطر این بحث های برجام و اینجور چیزا، حالا ما یه خورده مثلا شاید یه زمانی شاید حالا اینجا میگم دیگه، خب یه 5 سالی من توسط بسیج دانشجو ممنون سخنرانی بودم. یعنی بسیج میگفت رایفی پور دعوت نکنید، نهاد میگفت رایفی پور دعوت نکنید. خب یه بار من یک جایی مثلا صحبت شد که آقا مثلا حرفشون گفتن آقا معلومه کدوم وریه، اونوری دعوتش میکنن یا این طرفو دعوتش میکنن. بحثم سر اینه که وقتی شما داری یه بحثی رو مطرح میکنی، مثلا چه میدونم مثلا در مورد شفافیت که حالا بنده صحبت سخنرانی میکردم، این دیگه والله بسیج و غیر بسیج و اینا نداره، آقا این کمک میکنه به کل
کشورمون و هممون کمک، ما هممون سواری قایقی. خب اما میخوام حالا ناظر به جریان انقلابی دانشجویی بگم، این ولایت پذیری به این معنی نیستش که شما عقلتو تعطیل بکنی. خب هر کاری میخواد بکنه، آقا اگه بشه یه بپرسیم ببینیم نظر رهبری چیه. خب ایشون که حرفاش اومده علنی گفتن، من نمیدونم اگه میخوای خصوصی یه چیزی بفهمی بپرسی، ایشون هم میاد میگه من چیزی را در علن نمیگم که خصوصی برم خلافش رو بگم، مثلا این باشه که خیلی بده. خب اما هیچ وقت نگاهی به ولی فقیه به این شکل نداریم، درست چون اصلا اون فرد کسی اینطور باشه از عدالت ساقطه، یعنی دروغ. خب یک صغیره، یک گناه صغیره عمدی نه سهوی، عمدی هم ولی فقیه رو از ولایت ساقط میکنه. اینا من خودم نمیگم، همین خود ولی فقیه اینا رو گفته، درست شد؟ بابا کمی فکر کنید، اگر شما تونستید فضای رو تو جامعه خلق بکنید بسازید، این موجب بست ید ولی میشه. یعنی ایشون هم میاد میگه خب فضای جامعه اینه، ببینید یه موقع فضای جامعه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شما میگه برید بسازید منم پشتتونم. فضای جامعه با رأی دادن به آقای روحانی که حالا یه خورده اینم به چرخه اونم به چرخه، آقا بسم الله عیبی نداره، نرمش قهرمانا نمی‌کنیم. مثلا سیره اهل بیته، درست. اگر مردم حکمیت بخوان امیرالمومنین تمیده به حکمیت، مردم جمل و چه می‌دونم صفین بخوان بسم الله، شما این جنگ نهروان رو امیرالمومنین رضایت نداشت اول، اینقدر همین آقایون که تو سپاه امیرالمومنین بودن گفتن فشار آورده از اون باش، چون چرا؟ چون حوصله نداشتن برن دوباره با معاویه بجنگن، گفتن اول بریم اینا کمترن با اینا بجنگیم من دم دستم هستن. خب که ببینیم حضرت پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی ولی جامعه متناسب با نیاز مردمی، نه که اصول زیر سوال بره فردا مردم آقا ما بیایم بیاد فعل حرامی هم انجام بده، نه تو اون ساختارهایی که وجود دارن طراحی میکنیم. یعنی ما میخوام از تهران تا قم بریم، مثلا از تهران تا مشهد میخوایم بریم، اینکه این جاده رو بریم شکی نیست، این تو جاده بودن در این شکی نکنید، کسی از تو بیابون نمیبرتونه، ولی جامعه اجازه نمیده. اما اینکه با 80 تا بریم یا با 100 تا کجا وایسیم نهار بخوریم، کجا وایسیم نماز بخونیم، کجا وایسیم استراحتی کنیم، با چه ماشینی بریم، اینا خواست مردم اثر داره. درست، خواست مردم اثر داره. اگه مردم این پالس رو فرستادن اینجا، ما میتونیم اینو دوستان میگم ما بریم سری بپرسیم ببینیم نظرشون، نظرشون رو اعلام کردن، بارها گفتن آقا با دستمال کثیف نمیشه یه جایی شما پنجره رو پاک کنی شیشه رو پاک کنی. یعنی چی؟ یعنی دستگاهی که داره، سیستمی که میخواد مقابل با فساد بکنه باید پاک باشه. از این شما جز برداشت میکنی که آقا قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی ما، پلیس ما باید پاکسازی بشن از افراد مفسد؟ هیچ برداشتی جز این من دیگه حداقل میشه برداشت کرد، اینو دیگه مورد اجماع همه قبول میکنن. درسته. این نباید موجب این بشه که آقا نه ما همون اول میریم میپرسیم، همه منتظر. من هیچ وقت جریانات دانشگاهی کشورمون رو جریان دانشگاهی اینقدر منفعل که امروز دارم میبینم نجد، علل خصوص همین انقلابی هاشون. آقا کرسی آزاد اندیشی که مطالبه رهبری بوده برای چی بوده؟ ببینید من رائفی پور یا دارم از یه پارادایم فکری یه گفتمانی دفاع میکنم که قبولش دارم قابل دفاعه یا نیست، جز اینه. اگر قابل دفاعه سلمنا، ترسی ندارم میرم تو دانشگاه میچرخم حفظ. شما میدونم من 10-12 سال تو دانشگاه دارم میچرخم سخنرانی میکنم، اصلا من سخنرانی دانشگاهی ام. اولین دانشگاهیم که شروع کردم، من 5 سال از سخنرانی، 3-4 سال گذشت فکر میکنم اولین بار رفتم دانشگاه امام صادق تازه پامو گذاشتم. تا اونجا میشه نقد فیلم جدای نادرستی میکنه، من اصلا بیش ربطی به مسئله علوم انسانی از این جنس دانشگاه امام صادق نداشت. خب یا مثلا دانشگاه امام حسین، یادم یه شب یه آدوار شهدایی بود، چی بود اینطور خدا بیاموزین شهید دانشگر، حالا شما دانشور بودید ها، شهید دانشگر ایشون ما رو دعوت کرد تو سوریه شهید شد. خب یعنی من سالها بود دانشگاه امام حسین نرفتم، از قضا با دانشگاهی که شروع کردم که الزاماً نه نظامیان، نه مثلا چه میدونم توی حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی مثل دانشگاه امام صادق مطرحن، من دانشگاه میرفتم میچرخیدم. تو دانشگاه شما دانشجو هستی، دانشگاه میتونی مثلا بگی که آقا کسی حرف نزنه، حالا بلند میشه وسط صحبتات چون حرف زدن اینجوریش بگیری، نه حرفشو میزنه. خب حس فیلمای امام حسن طرف بلند شد اومده تا خواست حرف بزنه گفتم بزن شد داد بزن، تو پشت تیرم
خاطرم هست دانشگاه امیرکبیر بود، طرف بلند شد در دفاع از یهودیت. گفتم چرا اونجا میگی؟ آیا مسئول سالن بشین. جالبه میگفت، عجله داشت، میگفت من چراغ خاموش کنم برم. خب تام بش تریبون بهشون دادیم، چیزش هم از فیلمش هم هست. یادشم دانشگاه خواجه نصیر بود، 4 5 نفر نشسته بودن. من گفتم اصلا من حاضرم موضوع سخنرانی بذارم کنار، از جنب بپرسیم، اگه قبول من جواب شما رو میدم. جوابشون هم دادم، سخنرانی رو انجام 4 ساعت هم طول کشید. دانشگاه بو علی همدان همین طور، دانشگاه خدمت شما عرض میکنم شهید بهشتی همین طور پیش میاد. یا من قائل بر اینم که این پارادایم فکری من قابل دفاعه یا نه. اگه قابل دفاعه اینو حرف میزنیم، باکی نداریم. اگه نه، خب یعنی ما مزدوریم. حالا ما نمیخوایم مزدور باشیم، چون مزدور بالاخره یه جایی میزنه بیرون، یه جایی. مخصوصا الان با این شبکه‌های اجتماعی هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. آقا من تو توییتر هستم، میام توییتمو میزنم، میتونم نظرات زیر توییتو ببندم؟ نمیشه. اینستاگرام هست که بیا پاک کنی که طرف می حرفشو میزنه، میگه نه آقا این حرفی که زدی غلط به این دلیل، این آماری که دادی غلطه به این دلیل. خب مردم قدرت مقایسه دارن، میشینن نگاه میکنن میگن خب راست گفته، مخالف راست گفته. شما باید حواست جمع باشه، شیش تنگ باشی، حرفی ننویسی اشتباه باشه. درست شد؟ همه توییتای ما موجوده، برام میشونه بخون. فضای دانشگاهی یعنی این که من واقعا اون آزادی خواهی، آزادگی، حریت، نقد پذیری مطرح باشه، حرف طرف مقابلمو بشنوم، حرف مخالفمو بشنوم، حرف مزاحم رو بشنوم، همه رو. بعد یه جامعیت میگم الان فکر میکنم مثلا رائفی پور الان با رائفی پور 86 80 یکیه. نه، آدم خیلی از نظراتش پخته تر میشه. طبیعت آدم هم اصلا جز این باشه، ما معصومیم که به دنیا بیم امام باشیم. حضرت مسیح به دنیا اومده پیغمبر، سیرورت در مورد امامت دلوقتي مطرح که نیستش که. خب ما غیر معصومیم. من شما نه معصومی یا نه من معصوم. اینو خیلی اینو باید ملاحظه کنن دوستان. مطالبه گری مشخصه. آقا یه نفر یه مطالبه، یه مسلمان انقلابیه، خب ما میگیم بسم الله، شرع ما این حدودو برات گذاشته، این حدود صغور اینو باید مبنا قرار بده، قانون ما اینه، عرف جامعه ما اینه، اینا همه باید لحاظ بشه. آقا یعنی این محدود بشیم؟ محدود نه، محدود نی... این محدودیت نیست، اصلا شعوره. این فهمه. والا اینجوری میشه پذیرا میشه. یه نفر بیاد شروع کنه افراطی گری کنه، تمام زیر و بم و بالا و پایین هم بیا فوش بده به همه به عنوان منتقد، اینا عمر طولانی نخواهند داشت. 6 ماه بعد عادی میشه برای مردم، میره پی کارش. خیلی از اینا داشتم نخوام اسم ببرم، میمدن شروع کاری میکردن، توهین فلان افراطی گری میکردن، الان اصلا مطرح نیستن. یا بعضیشون کاملا رفتن 180 درجه چرخیدن اون طرف. اون زمانی که همه عالم آدم توی مملکت میگفتن آیت الله خامنه ای، آیه تبرزدی میگفت امام خامنه ای، تو نشه دانشگاه میگفت امام خامنه ای. الان کجاست؟ اون کروات زد اونور. درست شد؟ اون زمانی که چه میدونم مرحوم خسروشاهی نشریه چاپ میکرد برای خارجی ها، عکس امام خمینی روش نمیزد، میگم من عکس امام خمینی رو بزنم دیگه نمیخرم، نگاه نمیکنم، بذار بخره با چون اونجا انقدر پروپاگاندا بود علیه انقلاب اسلامی، اصلا اینا تا عکس امام ببینن نگاه نمیکنن. همین آقای تاجزاده بهش میگفت تو ضد ولایت فقیه. آقای خسروشاهی میگه یه روز رفتم پیش امام گفتم بابا اینا پدر منو درآوردن، دارم میگم ضد ولایت فقیه. من به این نتیجه رسیدم عکس شما رو نزنم بهتر پیام شما انتشار داده میشه. خب امام تایید کرد. ما از شما میرفتیم سخنرانی مثلا خدمت شما عرض بکنم چه میدونم دانشجویان خارجی اومدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، اول یه 6 ماه اونجا یه ترمی فارسی میخونن، بعد پخش میشن و میرن جا. اینجوری بود اون زمان، اینجوری بود اونجا تو ذهنم، الان نمیدونم. بعد ما میخواستیم بریم مثلا سخنرانی، بعد یهویی یه نفر اینا تازه اومدن تو ایران ها، خب یهویی یه نفر میدوید از این بچه‌ها یه چفیه مینداخت دور گردن ما، یه گره همسری میزد. من چفیه رو بردارم بگن آ این مقاومت رو قبول نداره اینا فلان. بعد اون دانشجو خارجی که درکی که او از چفیه داره با درکی از ما از چفیه داریم یکیه؟ اصلا همین الان درکی که از چفیه وجود داره بین تمام مردم ما یکیه؟ درست نیست. نیست دیگه. خب بعد چه انتظاری دارید؟
ببین فهم این مسائله که من خیلی برام مهمه. بابا شما مطالبتون رو درست انجام بدید روی اصول، خب از قضا مطالبه شما درست باشه رهبر انقلاب میاد تاییدم میکنه، دست ولی جامعه هم تازه باز میکنید شما. درست. خب یه عده آدم کوتوله بار بیان، نه آقا ما استمزاج کنیم بریم ببینیم چی بود، این نیست. آن صحبت هایشون کاملا واضح مشخص رسا تو سایت قابل سرچ، خب فیلمش هم هست، حی و حاضر زنده. یک جایی هست بله خیلی مورد، نمیدونم مملکت اصلا قفل شده خدا شاده، این فضا بین مسئولین ما همین آقایین که الان مسئولان قبلا دانشجو بودن دیگه، اصلا سا بریم ببینیم آقا چی میگن، بریم ببینیم نظر رهبری اینه. الان شما میگین سر برجام الان دعوا، ظریف مصاحبه میکنه، نماینده مجلس یه چیزی میگه موافق و مخالف، نه این زیر نظر رهبری انجام شده، نه زیر نظر انجام شده. شما خط قرمز رعایت کردید یا نکردید؟ این قابل بحثه ها، درست اون قابل بحثه. خب که ببینیم چه کسی داره حرف صحیح میزنه یا صحیح‌تر حرف میزنه. اما آقا شما عقل ندارید بر مبنای منافع ملی چیز رو بررسی کنید، بر مبنای منافع ملی بشینید. من اصلا نخواستیم بیایم بحث دینی هم مطرح کنیم که آقا بیاد برن به دو سه تا این روحانیون مورخ پول بدن بردارن بیارن بگن که آقا بیا تو رو خدا یاد حالا پولم بدن، که یعنی منظورم حق جلسه است یعنی بد نباشه، یا ازش حداقل بخوان پولم ندن که آقا تو رو خدا بیا ببینی توی سیره اهل بیت میتونی دو تا مذاکره بیرون بکشی. اینا رو هم میذارم کنار، اصلا والا پراگماتیسی هم نگاه کنیم. ببین آقا ما اصلا کافریم، کمونیستیم، بی دینیم، مثلا میخوایم بریم مذاکره کنیم در مورد افزایش رفاه و اوضاع بهتر شدن اوضاع اقتصادی مردممون، با کی؟ با دشمنمون. ما اسم مسلمونیم، حالا چه میدونم چین کمونیست که دیگه مسلمون نیستش که، درست. او هم آمریکا رو رقیب خودش میدونه، او هم میشینه مذاکره میکنه میگه نگاه کن تو تایوان اینجوری وارد بشی، تو ترجیح چین جنوبی اینجوری وارد بشی، منم اونجا اذیتت میکنم. بابا یه بده هنر مذاکره رو یاد بگیریم، هنر این بده بستون رو یاد بگیریم. این خیلی بده. هر چی میشه نه ما بریم، یعنی از لیبرالش نشسته داره این حرفو میزنه تو حزب اللهیش، من اینو نمیپسندم. خب چون این روش از قضا موجب میشه بسته ید ولی، یعنی برای حزب اللهی و انقلابی دارم میگم، بسته ید ولی از قضا موجب این قبض ید ولی میشه، چرا دستشون هم میگیره. ببینید شما میرید دانشجو میرن لانه جاسوسی رو فتح میکنن، خب امام میاد بهش میگه انقلاب دوم و فلان با. یعنی روی اون فضای به وجود اومده، از اون فضای به وجود استفاده میکنه برای پیش برد انقلاب. خب یه سیاستمدار باید همه هر اتفاقی رو حتی ولو تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه. شما دارید چیکار میکنید؟ بیاید اینجا کمک کننده باشید. بدیهیات آقایون رها میکنن. من یکی از این دوستان خیلی عجیب بود، والیبال نگاه میکرد، من فهمیدم مثل هیچی والیبال سر در نمیاره. حالا میگم خودش هم میخندن. چند وقت پیش توییتم آماده کردم، خواستم بزنم، قبلش که توییتو بزنم براش نشون دادم، گفت تو رو خدا اینو نزن، همه میفهمن منم. آرامش داره والیبال نگاه، گفتم تو که والیبال مثلا سر معلوم بود اصلا والیبال سر در نمیاره از حرفایی که میزنه. گفت نه من چون دیدم رهبری گفتن من والیبال رو پیگیری میکنم، من والیبال این ولادت پذیریه مثلا. خب این چه برداشتی ما داریم؟ خب یا مثلا طرف چه میدونم، من خدمت شما عرض بکنم که حتما ایشون باید میومد میگفتش که آقا من ماسک، من هم ماسک میزنم. ببینید این حتما باید میگفت، شما نمیدیدید چجور پروتکل ها رو داره رعایت میکنه، جلسات رو میبینم حضوری کنسل، سخنرانی ها همه رفته به صورت لایو، از این چه برداشت میکنه؟ مراسم عزاداری خدا خیرتون. حتما باید بیان بگن من دردم با اینا، با این جماعت، با این مشکلی که نمیدونم که قرار حل بشه. یه اجازه بدید دو تا نکته ای وسط فرمایشاتتون گفتید به نظرم خیلی مهمه. مسئله اول اینه که آیا این دو تا کلید واژه ولایت پذیری و تعقل گرایی، آیا مگه بین این، بذارید راحت بپرسم، بین این دو تا مگه افتراقه؟ یعنی میشه بین این دو تا مگه گفت این اصلا با هم فرق میکنه که یا این باشیم یا اون؟ یکی از کارهایی که دشمن میکنه، یه سری کارهایی که بی عقلا تو کشور ما تو زمین دشمن بازی میکنن، یه دو قطبیایی رو طراحی میکنن که اصلا من نمیدونم لزوم بودن اون دو قطبی چیه. گفت به بنده خدا گفتن خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. خب چرا اصلا من شما داری میگی این یا اون، جفتشو میخوام.
آقا اصلا، یا مثلا حالا دوگانه، حالا بریم تو مطالبه، یکی از بحث‌های عدالت خواهی دیگه. آقا ولایت پذیری یا عدالت خواهی؟ مگه اینو اصلا جدان؟ والا ببین تبلور ولایت برای یه بچه شیعه که امیرالمومنین، تبلور عدالت که امیرالمومنین. خب مگر جز از ولایت عدالت خواهی بیرون میاد؟ اوج اون روزی که ولایت بر هستی ساری و جاری بشه عینی روز ظهوره. روایت متواتر شیعه و سنی در موردش چیه؟ میگه عدالت، قسط و عدل دنیا را میگیرد. کما ملعد ظلمن و جورا، کمان که قبلش ظلم و جور دنیا را گرفته. یعنی اون خواسته عمومی که همه بهش تن میدن عدالت. اون روزی که در مورد ولایت امام زمان خداوند متعال در قرآن یا در روایت ما عنوان خورشید سر ظهر یاد شده، که سایه وجود نداره، خورشید در اوج قدرت خودشه. و نهار اذا تجلا، اون ظهری که تجلی میکنه، جلوه میکنه. خب همون خواسته چیه؟ عمومه، عدالت. درست. اصلا من هیچ کدام از این دوگانه، من میبینم دوستان ما میشینن تا اینو بحث میکنن، نه این اولویت داره یا اون اینا، عین همه اصلا یکی، یه منشأ داره، یه سرمنشأ. اون دوستانی که میان اینو قرار میدن، من میدونم حرفشون چیه، نیست بچه های عدالت خواه، اونا میگن که درد ما اینه شما یه جاهایی اشرافیگری میکنید، ضد عدالت خواهی عمل میکنید، خودتون رو پشت سر ولایت قایم میکنید. اگه اینه، من اینو قبول دارم. بله یه دیداره این کار میکنم، طرف تا خرخره خورده، تا بالا سرش غرق در اشرافیت، میشینه پا میشه مقام معظم رهبری، حضرت آقا، از رهبر انقلاب مایه میذاره، بره خوش پشت سر. نه شما منو دارید نقد میکنید، الان من منصوب رهبری ام، من حکم مشاوره دارم، منو رو این حرفا چیه؟ نه شما اصلا، خدمت شما عرض بکنم، فرزند رهبری ام باشی، پاتو کج بذاری ما نقد میکنیم. مرجع تقلید بوده توی مملکت، پاشو کج گذاشته نقد بهش وارد بوده، این حرفا چیه؟ نقد به رهبر انقلاب میگه آقا منم نقد کنید، به منم انتقاد وارده. خب این فضای این انتقاد رو حالا باید بشیم بحث کنیم، این چارچوبش چیه، رو چه سیستمی سواره این نقد منصفانه آگاهانه که منجر به بهبود بشه چیه واقعا؟ خب این یه بحث دیگه است. من خیلی از مسئولین خودم، خب من مهمه چرا منتقد شناخته میشم، همین الان که دارم شما صحبت مستدسه من رو نمیده، اگه راه میداد الان شما مثلا برنامه نگاه یک بودیم، جا شما آقا نشسته بود و آره خب ما داشتیم صحبت میکردیم. من چرا منتقدم؟ اما به ندرت پیش بیاد من قبل از این که انتقادمو به اون فرد نرسانده نقدش کنم، ولو مسئولین. یه پیغام میفرستم میگم آقا این نقد به شما وارده، درستش کن، میخوای اینم راهکار، تا اگه بلد باشم جای سر در بیارم میگم اینم راهکار. خب بهش میگم بعد یه جایی هست، نه فرصت این نیست، یعنی طرف یه بحث رو مطرح کرده، همین الان اون بحث جولان داره میچرخه، باید سریع شما مزار نظر کنی، یه خورده از گیجی در بیاری. بالاخره نقش خواص جامعه، الان من عضو جزء خواصم. خب فضای نخبگی اینه که باید جهت بدن به توده ها، به مردم بگن آقا اینه، حداقل کلیر کنن، روشن کنن فضا رو برای نخبه. ولی من اصلا دوگانه قبول ندارم هیچ. خب و این دوگانه سازی ها رو مشکوک میدونم. مثلا چه میدونم، دوگانه مثلا نمیدونم محیط زیست کشاورزی، اگه کشاورزی میخوای بعد محیط زیست نابود شه، اگه محیط زیست میخوای بعد کشاورزی نابود شه، نه خیر، بیاید کشور پیشرفته دنیا رو ببینید که همین غربیا خودشون تو کشاورزی در سطح یک محیط زیست هم بسیار جدی، انرژی های پاک استفاده کنن، قصه های از این دست. درست. مورد سوم من اینه که اصلا اساسا مطالبه گری با ذات انقلابی گری و شیعی هماهنگ. این فرمایش امیرم نامه 50 با هم یه چکی بکنیم بد نیست. آگاه باشید حق شما بر من، بر من حکومت، بر من حاکم آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. از من انتظار نداشته باشید بیام بگم آقا مثلا چه میدونم چند تا موشک داریم، نمیدونم اطلاعات به کلی سریمون رو بیام پشت تلویزیون بدم مجری مثلا فلان شبکه برای شما بخونه. نه، چون شما هم بشنوید چیه، دشمن هم میشنوه. پنهان ندارم. جز میدونن چی؟ یعنی غیر این همه شو باید بگه. این یعنی چی؟ یعنی که اصلا مردم باید طرف باشن. مردم جزوی از این بازی هن.
مردم ما رو انتخاب میکنن. ما کشوری هستیم که دموکراسیش حاکمه، از رهبرمون گرفته تا رئیس جمهورمون، همه با واسطه بی واسطه همه دارن انتخاب میشن توسط مردم. درست شد؟ همه دارن توسط مردم انتخاب میشن. خب بعد این مردم ما بیایم اینو بعضی فکر می‌کنن مثلا مردم تو قدرت رسان نقش شما فقط اینه، مردم به ما رأی بدید بعدش بگید که به شما هیچ ربطی نداره، برید پی کارتون. نه خیر، آگاه باشید، حق شما بر من نازی، جز اسرار جنگی هیچ رازی رو از شما پنهان ندارم. مثلا محرمانه نداریم ما برای مردم، برای مردم محرمانه الا اطلاعات نمیدیم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندارم. خیلی زیباست. من سراغ ندارم قبل از امیرالمومنین کسی حرف زده باشه. اگه کسی هست برای ما بفرسته بیا، نه 2000 سال پیش تو چین هم یکی گفته، عیبی نداره بگه، دم اون هم گر. خب یعنی چی؟ یعنی همیشه باید طرف مشورت باشن. من مشاوره باب مفاعل است، مفاعل دو طرف است، مکاتبه، معامله، مناظره، مصاحبه دو طرف است. مشاوره یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جون ما بشینیم و شاور هم فلان فاعل فعل امر همون مفاعل است دیگه. خب شاور هم مشور به پیغمبر خدا که معصومه، یعنی چی؟ پیغمبر نیاز به مشورت گرفتن از مردم داره؟ یه مشورت بده، مشورت بگیر که تو این اصلا مردم خودشون رو شریک ببینن در حکومت. دو، رشد پیدا میکنن مردم. ببینید الان مثال برای شما بزنم، ما تو بحث کرونا مجبوریم مردم مشارکت بدیم. خب نتیجه چی میشه؟ بازم اگه یه نفر دین نداشته باشه، عقل داشته باشه، کافیه. خب پراگماتیست هم باشه کافیه، سکولار هم باشه کافیه. نتیجه چی میشه؟ اگر آمار کرونایی ها بره بالا، مردم میگن مردم رعایت نمیکن، کسی نمیگه حکومت رعایت نمیکن. درست شد؟ درسته. مردم شمال رفتن، باز دوباره شمال نگاه کن، این گیلانی ها، مازندرانی ها، گلستانی ها، بندگون خدا، باز پایین تهرانی ها باز شده. ببین میگن اینا رعایت نمیکنن. آقا گفتن قرنطینه میخوایم اعلام بکنیم، پلاک داره میچسبونه، مردم مذموم میدونن. چرا؟ چون میگن که خودمونه. میگن منم. وقتی شما یعنی عقل داشته باشی باید این کارو بکنی. یه نفر میخواد حکومتش درست کارش پیش بره، باید به حرف امیرالمومنین گوش کنه. جناب والا شمال اروپا همه داره همین کارا رو میکنه. من اینو 5 6 سال پیش تو اول سخنرانی شفافیت همین نام 50 رو خوندم. و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در تعیین وقت تعیین شدن را بپردازم. وعده الکی نده. میخوای اگه له کنی یه مردمی تو، شما به عنوان حاکمیت، خب تو این تعیین وقتا بزن به هم. یه وعده 200 روزه بده، بعد مثلا 2 ساله بهش عمل نکن. این حق شما بر من حکومته. اینا ما مطالبه کنیم. یعنی تو مسلمونی یا امیرالمومنین؟ نیستی؟ به این حرف عاقلانه است یا نیست؟ من خیلی وقتها میگم آقا اصلا در اثبات متفاوت امیرالمومنین با بقیه صحابه، اصلا قدیر و اینها رو بذار کنار، بیایم ببینیم از صحابه محترم پیامبر پیامبر عزیزمون بسم الله، بالاخره اینها کنشگری های داشتن، حرفایی زدن، ثبت شده تو تاریخ. بیایم حرفا رو جمع کنیم ببینیم کدوم حرفا عالمانه تر، عاقلانه تر. ببینیم بسم الله، ببینیم اعلم کیه. ببین همین الان من دارم میگم واسم دینم بذار کنار. شما ببینید یه ما چیزی که انجام دادیم تو شبکه‌های اجتماعی شب 13 رجب بود، قدیر بود یا ولادت امیرالمومنین، فکر کنم قدیر بود. خب به عنوان لیو لایک علی، مانند علی زندگی کن. درست. خب بعد من میدم بعضی از این اکانت‌های خارجی که در واقع این اینتراکشن شکل گرفته بود بین اینا، این گفتگو و اینا دیالوگ شکل گرفته بود، نوشته بود طرف توییت زده بود که من با یک فرد عربی آشنا شدم به اسم علی که قرن 7 بوده. منم بیاید ببینید چه حرفای قشنگی زده. حالا قصه چی بود؟ قصه این بود که بچه‌ها برداشتن فرمایشات امیرالمومنین، کلمات و قصار امیرالمومنین اینا رو هست، ترجمه انگلیسی نجیب البلاغه است، برداشتن توییت زده بودن. طرف یه خارجی داریم که عجب حرف حکیمانه. درست؟ شما بیام اینجوری نگاه کنیم، اگر شما شیعه ای انقلابیگری داری باید مطالبه کنی که آقا من مردم باید خبر داشته باشم. درسته. این شرم‌آوره که بعضی از اتفاقات تو کشور ما میفته.
ما با دشمن داریم مذاکره میکنیم، دشمن ما خبر داره اون مفاتش چه، مردم ما نه. یعنی دشمن محرمتره؟ و این چه وضعیه؟ به مردم بگیم، نه که مردم بترسونیم، نه که بیم اطلاعات محرمانه اینو چی ما، نه والله مردم اصلا نمیخوانم. خب دشمنم اونجا با خبر میشه، ببینم مردم بگیم، باعث میشه که مردم اعتماد کنن، مردم بگن آقا و وعده هم اگه میدیم، این فرموش امیرالمومنین دیگه، خب کوتاهی نکن در پرداخت حق شما و در وقت تعیین شده آن رو بپردازم. این الزاما مالی نیست دا. و این مردم خودشون رو شریک میگن آقا ما خودمونیم داریم حکومت میکنیم. ما 2500 سال پادشاهی داشتیم، درسته؟ درست. همیشه یه ساختار شاهی بوده، حکومتی بوده و مردم، یه رعیتی بوده که حقش ادا نمی‌شده، حق درس خوندن نداشته، فقط برای طبقه مثلا پادشاهان و فلان بود. درس خوندن نمی‌شد، یاد گرفتن مردم میگن حکومت، یاد گرفتن مردم میگن دولت. هنوز که هنوزه تو فرهنگ ما وزیر یعنی اشرافیت. خب این جا افتاده که وزیر یعنی اشرافیت، آقا مثل سلطانه، حاکمه، شاهه، یعنی حتما باید یه زرق و برق و فلان شه. درسته 40 سال از انقلاب گذشته، اما ظاهرا این الفاظ هنوز درست جای خودش هست و یه زیری دوچار توهم کرده. وزیر اینجا بودن یعنی خادم مردمی، یعنی نماینده مردم برای احقاق حقوقشونی، همین، جز این نیست. درست. و این حالا به ذهن من میرسه، بعضی دوشا توهم شما رو وزیر یعنی مثلا دیگه الان خیلی شسر نه بیاله چش دبر. درست. خب استاد اگر اجازه بدید هم یک استراحتی داشته باشیم بینندگان عزیز، همین که به خاطر حالا محدودیت‌های لایو اینستاگرام یه ساعت باعث آره باعث قطع کارمون و صحبتامون نشه، اگه اجازه بدید بریم یه یکی دو دقیقه نهایتا استراحت و ادامه بحث توی پارت دوم ان شاء الله. خیلی مخلصیم. خب دوباره سلام عرض می‌کنیم خدمت بینندگان عزیز، بعد یه وقفه دیگه فکر کنم 5 دقیقه شد. تو آخر پارت قبل جناب رایفی پور داشتن مقدمات رو میگفتن، فکر کنم مقدمه سوم بود دیگه. بله تمام شد البته مقدمه. آخه خدا رو شکر میریم توی مقدمه چهارم در خدمتتون هستیم ان شاء الله. بعد مقدمه ها دیگه سوالای رفت و برگشتی که حال دانشجو توی لایف پرسیدن رو در خدمتتون هستیم. بفرمایید. ببین حالا این عدالت خواهی و این مطالبه گری بعد به نظر من به این توی این چارچوب باشه و من اینو میپسندم. این نظر من رایفی پور، شاید یکی بیاد بگه که من این بخشش رو قبول ندارم، یا اون دیگه هر کسی آزاد نظر خوش بده. اینکه نباید واقعا موجب تکمیل پازل دشمن بشه. فهم دقیق مختزیات زمانی خیلی مهمه. ببین یه مثال برای شما میزنم سر ماجرای در واقع این تعویض پست قوه قضاییه. بعد یک فضای خیلی زیادی در نقد رئیس قبلی قوه قضاییه آیه آیت الله لاریجانی پیش اومد. حالا من حالا همه میدونن یعنی در واقع هم سخنرانی ها موجوده که من خدمت شما عرض کنم جزء در واقع حتی منتقدین ایشون هم بودم. زمانی که ایشون رئیس قوه بود بنده انتقاد کردم، سخنرانی کردم، سخنرانی هم هست. آقای نظری فردی بود یه فسادی رو در قوه قضاییه خدمت شما عرض بکنم پیدا کرده بود، با ایشون برخورد قضایی شده بود و اصلا با نظری رفتم جلسه گذاشتم و حتی به صورت نمادین که اینجور چش همه ولی اعتقادم اینه، خب دستشون هم بوسیدم. این خیلی میخوام بگم من فضای بنده که اینجوری بود، من توییت زدم که آقا دیگه بخشی از این انتقاد دیگه انتقاد نیست بلکه تخریب و جنگ قدرت. درسته. و خیلی به ما حمله کردن چون نه آقا چی شد نمیدونم بهت پول دادن فلان کردم که چند وقت بعد اومدیم دیدیم که خدمت شما عرض بکنم رهبر انقلابم مخالفت کردن با دقیقاً. این چه وضعشه؟ این اعتقاد من بر این که بخش از این اصلا مرض بود، بخش از اینا نفهمی، همین پازل دشمن رو تکمیل کردن. اگه یه نفر فهم از حکمرانی داشته باشه، حالا الان خصوصا اینجا مد نظر حکمرانی شیعی، این که انقلابی و جمهوری اسلامی، این که هیچ وقت شما نباید ساختارها رو تضعیف بکنید،
به بسیاری از ساختارهای مملکت رو من نقد دارم، به مسئولینمون نقد دارم، خب اما این نیستش که یک ساختاری رو تضعیف بکنیم، این اشتباهه. درست شد؟ بیام حرفمون رو بزنیم فلان. شما میاد یه کاری انجام میدید، بعد اصلا بر یه نفر اگر منطق حکمرانی رو بدونه ذره شک نداره که رهبر انقلاب میاد دفاع میکنه. خب اون موقع شما برای عموم مردم چه اتفاقی افتاده؟ شما میخواد رهبر انقلاب رو و رهبر مملکت رو حامی فساد نشون بدید تو جامعه؟ افرادی که چه میدونم تو همون بیت رهبری شاغل بودن توییت میزدن نقد میکردن. خب همین کافی بود امسال ماها این کارو میکردیم که دیگه هیچی، یا خدا باید به دادم میرسید که اینا یک جوری که مثلا شده بودن شبه اپوزیسیون همشون. خب من باید بفهمم الان این حرف سودش چقدره، ضررش چقدره. این با یه نمیشه آقا، یه فرمون ما این کار مثل رانندگیه. شما یه جایی تو جاده میپیچی سمت چپ، بعد فرمون میپیچی سمت چپ، بعد میپیچی سمت راست. یه جا جاده میره سمت چپ، خب شما فرمون سمت راست بپیچی، خب میره ته دره، به کوه میخوره، به جا. نمیشه فرمون آ کلا ما با فرمون دست راست میخوایم حرکت کنیم. پس چی میشه؟ پس فلان چیز چی میشه؟ فلان چیز الان باید فیتیلاشو بکشی با این. رد کردی این مسئله رو، حالا بگو. خب من چند وقت پیش به یکی از این دوستان گفتم آقا این نقدی که راجع به این سریال خامنه ام کردی از نظر من درست نبود. خب گفتم الان وقتش نیست، بذارید بگذره. من خودم اگه بخوام نقد بکنم شاید یکی دو ساعت نقد جدی رو همین سریال دارم. خب بعد اما الان فضاش نیستش. آقا فضایی که آقا داره در واقع امنیت کشور بانه برای عموم مردم داره در قالب چند تا قصه داره داره برای مردم ارائه میشه. من اینجا نگاه بکنم بگم که خب این انتقاد الان موجب درست شدن میشه، خب لزوم نداره داد و بیداد کنم. میرم تیم سازنده رو پیدا میکنم، میگم آقا اینو کی ساخته اینجوری بود. مثالی بر شما بزنم در مورد سریال، در مورد فیلم خدمت شما عرض کنم، همون از سلیمان بود، ملک سلیمان. ملک سلیمان، ملک سلیمان. خب من خیلی نقدای جدی داشتم، علل خصوص محتوایی. خب علل خصوص محتوایی. بعد یکی از دوستان من گفتش که، من گفتم خب من خصوصی میرم میگم، گفتش که تو اون دنیا باید جواب از سلیمان رو بدی که مثلا اینو نمیره علنی بگی و نمیدونم چی. یک جمعه میبینم که نه گفتم، اما قبلا حالا یه جایی هست میبینم خب فیلم پخش شده دیگه، من خصوصی چی برم بگم؟ این ممکنه در مورد انبیاء الهی یک تصوری تو ذهن ها بشینه، اون باید درست بشه. آقا تو میدونم مثلا جن قدرتی نداره بزنه بچه که بکشه، باید فردا این تصور تو بین مردم به وجود بیاد، اصلا ممکنه روکردشون یه سری اتفاقات تو زندگیشون بیفته، سراغ جنگیرا برن نرن، یه هزار جور بحث ممکنه پیش بیاد. این واقعا اصلا داره، اینو باید بحث بشه. خب من جدا گفتم ها، نمیذاریم از ما تو اوضاع اعتقادی که نمیشه تسامح داشت. خب اینا هم همین جوریه، ما اینا نقد ما کی چرا چطوری. من به فلان مسئول نقد دارم، حالا گفتنش داد بیدا کردن چه حسی داره؟ میرم خصوصی به خودش میگم. یه موقع است نه خصوصی هم گفتم نمیخواد درست کنه خودشو، داره هزینه زایی داره، میگم پدرش هم در میارم دیگه، موقع رحم نمیکنم. چون اینجا گفت ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود یا گناهکاری بود بر گوسفندان. خب دیگه شما اینجا باید بری به اون خود طرف تذکر دادی دیگه، فایده نش. بله اون موقع باید بریم. معتقدم مطالبه گری باید با مسامحه در پذیرش خطای طرف باشه که به شرط بازگشت. ببینید این هم باعث میشه یک موجی شکل بگیره، خیلی خودشونو برگرد. اگه یه سنس و یه حرف قشنگی داره این فرد چینیه دیگه، کتابی داره هنر جنگ، Art of War، اون میگه که وقتی شما به یک شهری حمله میکنی، به یک گروه نظامی حالا هرچی حمله میکنی، همیشه براشون یه راه فرار بذار و الا تا آخرین قطره خون باهات میجنگه. من یه طرف اینو میخوام گوشش بدم، آقای شرط عقل اینه که بجنگم. خب میگه یه رو اگه میخوای اونجا رو تصرف کنی، قلعهشو خالی کنه، بلندشه بره، یه راه فرار بذار، وگرنه تا آخرین نفرشون، تا آخرین نفس، آخرین قطره خون میجنگه. شما یه جایی میخوای یک فضایی رو برای بازگشت قرار بده. بسیاری از این افشاگری ها، بسیاری از این مطالبه ها باعث شده برخی از این
مسئولین ما اصلا رفتن شدن جزئی از دشمن. هیچ آبرویی، هیچ چیز. بابا امیرالمومنین اشتباه نکنم، حالا حداقل میتونم قال المعصوم، معصوم میفهمم، میفهمم، برای عذر طرف، برای طرف راه بذار، یه راه بذار، پولای پشت سرشو خراب نکن. نه تو دیگه صهیونیستی، تو دیگه فلانه. میگه خب هستم دیگه، راهی براش نمون جز اینکه بره با اسرائیل و آمریکا همکاری کنه. اینا باید ملاحظه بشه اینا، و اینم باز شرط عقل ها، میگم دینم نداشته باشی، دارم میگم یه چینی 2000 سال پیش هم چه حرفی زده، نمیدونم سنتور 2000 سال پیش بوده کی بوده، سال ها پیش، صد ها پیش هم چه حرفی حداقل زده. درست. مورد ششم من نکته ای قبل اینکه بریم مورد بعد، نه که پروشون کنه ها یا هر روز آقا ما رو میبخشن هر غلطی خواستیم بکنیم، نه نه این فرق میکنه. بله احسن. اگه اجازه بدید من یه دوگانه خیر بسازم. الان از دوگانه های شری که دشمن برامون میسازه و بازی کاذب ایجاد میکنه گفتیم، بذارید من یه دوگانه خیر برام، من دانشجوی نوعی، البته زیاد نوعی هم نیستم دیگه، من دانشجو و دانشجوی نوعی، پیر دانشجو دیگه آخر دار مایو هر وقت عذاب بگیریم استاد. بله عذاب بگیر، نه هر وقت بگیری عذاب تازه است، میمیره عذاب بگیریم مایو. خب الان اینجا برای من دانشجوی مطالبه گری میخوام یه دوگانه‌ای بسازم که شما منو روشن کنید، مرز بین انتقاد و تخریب چیه؟ یعنی کی بدونیم که آقا ما داریم مطالبه‌ای به حق میکنیم، کی دیگه داریم واقعا ریشه بنده خدا رو میزنیم. یه چیز دیگه هم هست، این دوگانه رو داشته باشیم، دوگانه‌ای بعد میشه مرز بین محافظه‌کاری و افراطی‌گری. چه کار بکنیم که نه مثلا انقلابی گری مثلا، یا آها دوگانه که داریم چه بله. توی انتقاد دیگه انقدر محافظه‌کار نشیم که از حجب و حیا چیزی به طرف نگیم، نه اینکه بازم یه چیزی بگیم که طرف واقعا اینا ببینن. به نظر من معیارهای مختلفی داره، اما واقعا بسته به شرایط. باز هم نمیشه یه فرمولی داد برای، یعنی من معتقدم، ببین نگاه کنم، اولا مثلا در مورد سیاسیون شما میبینید مثلا امیرالمومنین با زیاد ابن ابی یک جور برخورد میکنه، با یه فرد دیگه یه جور دیگه. چرا؟ چون روحیات اینا متفاوته، حتی بسته به نوع افراد فرق میکنه. بعضی از این افراد هستن که اگه 100 بار سرشون داد بزنی، انگار ما همین بچه‌ای که توی مؤسسه خودمون داریم میبینم هر کدومش یه روحیاتی داره. خب آدمی هست که خدمت شما عرض بکنم یه داد سرش بزنی، از لوس قهر میکنه، قصه درست میکنه، کار مؤسسه رو میذاره زمین. او اینجا تو حکمرانی میشه کار مردم رو میذاره زمین. یکی هم هستش که نه برعکسشه، پوست کلفته، راحت میپذیره، انتقاد پذیره. اینو واقعا فرق میکنه من. اما خب بالاخره یه جاهایی معیارای وجود داره. خیلی جاها من معتقدم، میگم آقا به نفست نگاه کن، ببین داری تسویه حساب شخصی میکنی یا برای خدا پیغمبره، و مراقب باشین نفس تزیینگر و تصویلگر گولت نزنه. خیلی وقتا همچین نفس ما همچین آیت الله العظما میشه، فتوا میده، آیه قرآن پیدا میکنه که فرقی که ماسمال کنه. حضرت موسی به سامری فرمود که اما خطب که یا سامری، درد تو چی بود؟ چه مرگت بود این کار کردی؟ سولت لی نفسی، نفسم گولم زد، فریبم داد. درست شد، طرف کنار پیغمبر خدا داره این کار میکنه، باید ما نکنیم اتفاق نیفته. باید اینو ملاحظه بشه. مثلا شما چه میدونم روحیاتی که مثل کروبی با روحیاتی که مثل احمدی نژاد با نمیدونم موسوی با خاتمی با همین آیه روحانی نمیدونم یکیه، خیلی فرق دارن. یکی از سریع عصبی میشه، یکی از تحمل بالا داره، یکی از هوش هیجانی بالا داره تو جواب دادن، یکی از هر کدوم یه جور باید رفتار کرد. که من خودم همینجوری تو منطق رفتاری رهبر انقلاب اینا میبینم. بعد اینا میگن آقا چرا با این اینجوری برخورد شد، آقا این مثلا عدالت صورت گرفت یا نگرفت، اونم میگن واقعا نمیفهمی. بعضی از این کسا حرفایی میزنن ولو مسئولینمون که مشخص واقعا اینا توان اداره آبدارخونه رو ندارن، یعنی مشخص در طول عمرشون در یه جا درست حسابی مدیریت نکردن، نشسته اون بغل بقول طرف رفوش تخته دایو وایساده میخواست شیرجه بزنه، خب بعد رفتم بغل وایستادم گفتش که آقا نگاه کن زانوش هم خم شد، تو برو رو اون تخته وایستا پایین نگاه کن بغلش پیشکش بارو کلا. یه جایی به ما میگفتن آقا چرا این حرفو زدیم، گفتم داداش من بیا برو یه چند هزار تا سخنرانی کن تو دانشگاه، تو شرایط دانشگاهی قرار بگیر، خب بعد ببینم حالتو میپرسم. صبح داشتم شما مسئولین نشستید یه جای سوالات از پیش بفرستید،
بررسی بشه، زنده که نباید باشه، نمیدونم فلان نباشه، به همان نباشه، دیسیپلینتون حفظ بشه، باره یه جا کیسه تنت بکشن. بفهم یکی از مسئولان محترم رفت یه جلسه دانشگاهی شلوغ شد، یه چیز عادی که همیشه تو جلسات ما هست، جز بخشی از اتمسفر در واقع جلسات ماست، پیش شد. خب این بنده خدا به سوت بلبلی زدن افتاد. ببین این چیه؟ میخوام بگم نه، هر کسی دیگه هم باشد اون سوت بلبلی هم میزد. آقا که ما تو این دوران این کار رو از سوت بلبلی هم ماها نزدیم. خب برای چی؟ آقا وقتی هر چیز یه چیز رو باید تو کانتکست خودش دید، وقتی اینو بیرون کشید این تقطیعه، تو اون فضایی که این خلق شده، خب اینو مشخص طرف میتونه مطالبه گری میکنه، اصلا متوجه نیستش که آقا چرا این تصمیمو گرفتی؟ شما میری میبینید خود این آدم بره اونجا قرار بگیره، همون تصمیم. یه بنده خدایی بود از این پاسدارا برای ما تعریف میکنم، گفت اول انقلاب بود یه ارتشی آورده بودن برای ما آموزش بده، میگفت ببینید دم در دستشویی و حمام باید یه دونه سرباز بذارید، یه وقت اینا نرن نمیدونم کاری نکنن چینش در فلان جای. یه با خودم گفتم نگاه کن طاغوتی ام. بعد که میگفت خودمون سپاهو تشکیل دادیم، خدمت شما عرض بکنم ما پادگاندار شدیم، سربازدار شدیم، گفت یه لحظه به خودم اومدم دیدم دقیقاً دارم همون کارو میکنم، یعنی در اینجا میذارم نگهبان میذارم، اونجا می نگهبان میذارم. اینا نتیجه اینه که ما یه فضای انتزاعی سیر میکنن، کار نکردن. ما بعضی از این جلسات میریم طرف داره نظری پردازی میکنه، برمیگردیم مثلا میگه معلومه تو عمرش یه کار نکرده، یه قاشق ماس برداشته میگه اگه بریم کنار دریا اینو دوغ درست کنیم چه شود. تو توهمی، اصلا در فضای عمل امکان نداره این اتفاق بیفته. یه چیز آرمانی خیلی قشنگه باریکلا به تو، اما واقع بینانه باید نگاه کنی عمل کنی. اینجوری نیستش که اینا دچار وهم میشن چون کار نکردن. بسیاری از این مسئولین که الان دارن گند میزنن یه روزی تو دانشگاه داشتن یقه پاره میکرد. خب بسم الله تو چرا اینجوری شدی؟ ها؟ تو چرا اینجوری شدی؟ خودت تو یکی از همونایی. آقایون دانشجو شما هم کار دستتون بدن همین میشید. یکی از این مسئولین هست، ما اسم نمیتونم ببرم، خیلی آدم باهوشیه، هر کی میره بهش نقد میکنه خب من چیکار کنم، یه کار میسپره دستش. خب بعد یه ما میره حالشو میپرس. این آدمای صاحب نظری که میرن فلان، من رفته بودم اونجا یه انتقادی بهش وارد کردم، گوه یه کار دست خودت بیا برو انجامش بده. بعد قبلا هم شنیده بودم این بلا سر یکی دیگه هم آورده بود. خب گفتم من این کارا رو انجام دادم تو مؤسسه خودمون، فکر نکنید این ناشی از اینه که کار نکردیم. ما اگر تئوری پردازی میکنیم، تولید فکر میکنیم، در عمل هم میریم همون رو انجام میدیم، درسته؟ و مدعیم که موفق هم هستیم، جز موفق ترین مجموعه هستیم، کارنامه اون هست، مردم دارن مشاهده میکنن دیگه. خب حالا یه سوالی در تو مجموعه بدون یه قرون پول والا، بدون یه قرون بودجه حکومتی دولتی فلان، نتیجه که ما داریم میگیریم خیلی از سازمانهای با بودجه های میلیاردی نمیتونن بگیرن. درست. حالا یه سوالی هست در تو مجموعه که من انشالله مقدمه تموم شد وارد سوالای تخصصی بچه ها شدیم میپرسم. یه مسئله اینجا داریم، حالا این نکته ای که میگید جالبه ها، نمیخوام حالا صرفا به همین گیر بدم بگم بله. این چرا اینجوریه؟ برای من دانشجویی که حالا به صورت حرفه‌ای وارد بازار کار نشدم، انتظارم ازم نمیره، چون حالا یکم مباحثت به خصوص توی تحصیلات تکمیلی دیگه فشردگی درس و تحصیلات و کارهای ازدواج و ازدواج و دقیقاً به خصوص بچه‌ای که درگیرش میشن اینو باعث میشه که دیگه شما اینجوری سر تکون دادی بعدن بعد به خانم جواب بدی و بیچاره‌ت میکنه. استاد الان ساعت چنده؟ تو رو خدا دیر که میریم دیگه، خواهشام ما رو وارد حاشیه‌های دیگه نکنید. ای بابا الان با تمامی این حرف و من دانشجویی که سرم شلوغه، ما قاطی یه سری مباحث میشم باعث میشه که نتونم برم بازار کالا، کار ندارم که حالا فرصت هست یا نه، نمیخوام وارد اینو بشم، این یکم دست و پامو نمیگیره بگن خب توی دانشجویی که نیومدی توی ورطه عمل پس بهتره فعلا چیزی نگی، یه جوری چماقی نمیشه تو سرمون برای اینکه سکوت کنیم یا انتقاداتمون رو ببینه. نگاه کن، من میگم که این باید اون حد اندازه، عقل همیشه اسم کارش چیه، اون اندازه رو تعیین میکنه. درست. ما هممون یه سری داشته ها داریم، همه ما یه درصدی از تفکر و تعقل برخورداریم. خب ولی نفر که بنده خدا مجنونه رو نمیگم، یه سری جنود داریم، یعنی اصلا در روایت به عنوان جنود از اینا، یعنی سربازای خداست اینا. خب و یاد شده آقا شهوت داریم، فکر میکنیم، خدمت شما عرض کنم غضب داریم، همینا کم و زیادش همش افراط تفریط اشتباه. یا
یه نفر فکر کنید مثلا این قوه غضبش بره به سمت تهور، میگن احمقه، بره مثلا چنم لب پشتمو خوش پرت کنه پایین. یه نفر مثلا بره ببینم کلاش مون تو دهن کریکودیل، اینو یه بچه شما میاد داریم تو آتش، میگید با بچه شجاعی، بچه میگه بچه اصلا نمیفهمه. نمیفهمه خب، پس این احمقه نمیفهمه. یعنی اضافه شه، کمش هم چی آدم تو سریخور بدبخت بیچاره جبن. خب اینم درست نیستش. درست. هر چیزی این درست شجاعته. آدم شجاع یه جا گیر کنه یه شیری بهش حمله کنه فرار میکنه، کسی بهش نمیترسیدیم، میگن عاقل بودی باری کلا. درست شد. جای دیگه هم از یه نفر چه میدونم شهوهش رو سرکوب بکنه یا نه، هر طوری دیگه بره خودش رو ارضا کنه، هر دو تا غلطه. خب اینجا من میگم ببینید آرمانگراییه، خب این بازم یه دو قطبی دیگه است دیگه، آرمانگرایی و واقع‌بینی و واقع در واقع این رئالیسم که در عمل من باید اینو واقع‌بین باشم یا آرمانگرا. آرمانگرایی از جهت خوبه، برای چی؟ به خاطر اینکه برای ما یه الگویی میسازه، ترسیم میکنه. آره یه الگویی میسازه که نیل میل بکنیم و نیل بکنیم به اون سمت. خب این خوبه. مثل اصلا مقام عصمت اینه دیگه، میگه ما به معصوم به اهل بیت هیچ وقت نمیرسیم. درست شد. اما میتونیم بی نهایت بهشون میل کنیم، نزدیک بشیم. این وسیله بر خوب. اگر یه جای این حد یقفی وجود داشته باشه، یه حد اندازه بشه، بشه به چیزی رسید، طبعا میشه از اون رد شد. خب این باید باشه. من از این جهت آرمانگرای دانشجو رو مفید میدونم. اصلا یه دانشجو باید بگه آقا هیچ ظلمی در کشور نباید انجام بشه. یه دانشجو اصلا باید بگه هیچ ظلمی در هیچ جای دنیا نباید اتفاق بیفته. یه عدالت خواه باید اینو بگه. اما این منطقه هم بپذیره، اینی که داری میگی ظهور امام زمانه. خب اونم به محض اینکه آقا ظهور کرد محقق نمیشه. یه دوره‌ای داره از عدالت. خب درست شد. این زمان بره در منطق اینو بفهم، اینو لحاظ کن. مثلا وگرنه آدم اون فرد دوشا توهم، مثلا میری سوار طرف، مثلا سوار چه میدونم تو خیابون سوار ماشین میبینی یه نفر با پلاک قرمز داره مثلا رد میشه، اینا نگاه کن اینا دزده، این الان مثلا همشون دزده. بابا تو کشورهایی که تو درصد در واقع این درجه مقابله با فساد جز تاپای اول دنیا، خب اونا هم این اتفاق میفته. چرا اتفاق میفته؟ همین که تو داره خبرش میشنوی فلان وزیر رو به خاطر اینکه با ماشین اداری مثلا بچه‌ش رسونه در مرزش استعفا داد، همین خبر یعنی چی؟ یعنی بوده دیگه، یعنی داره اتفاق میفته، این لو رفت استعفا داد. درست همین یعنی هست دیگه. درست شد. بله اینا باید کم شه، اینو من قبول دارم، واقعا میپذیرم. من معتقدم مورد بعدی اینه که باید با وحدت همراه بشه مطالب. یعنی چی؟ یعنی تولید وحدت کنه، پذیرش همگانی. فلان فرد مخالف سیاسی من داره تو حوزه مخالفت با فساد زحمت میکشه، دمش گرم. نه این چون از ما نیست اینو بایکوت کنید. من اینطور نیستم. خدمت شما عرض بکنم که ببینید یه مثال بر شما بزنم. یه بحثی پیش اومد در مورد آقای پناهیان و یه جریانات بچه های عدالت خواه اتفاق افتاد. حالا نکته جالبه شما، من خودم هم با آقای پناهیان دوستم، هم مثلا با آقای وحید اشتری که از بچه های عدالت خواه خدمت شما عرض بکنم انتقاداتی وارد کرده بود. ما بفهمیم اولا با معصوم طرف نیستیم، دوما به این فرد اینجا این نقد وارد است، اینجا نقد وارد نیست. بتونیم تفکیک کنیم مسائل از هم دیگه، صفر و صدی نبینیم. بله من با آقای اشتری صحبت میکردم، ایشون خودش به من گفت شما با آقای پناهیان ارادت دارم و معتقدم هرگز آقای پناهیان دنبال سوء استفاده شخصی نبود. به خود من گفت. درست شد. از اون طرف هم من مثلا گفتم که آقا من شنیدم باز شما میخواد یه لایوی هم باز میخواد برید و من شما درخواست میکنم که این لایو دیگه ادامه بدید. اینو که دارم به شما میگم با خود آقای پناهی من نگفتم که این لایو دیگه نرید. خب باش. ببینیم میشه به اجماعی رسید. این به این معنی نیست یه نفر من مثلا رایف پور رو نقد کرد. همین آقای اشتری خب سر ماجرای این لیست مجلس و فلان اینجور چیزا یه توییتی زد که حالا برداشت میشد که حالا مطلقی به من انداخته، این باعث شد با ما قهر کنیم مثلا دعوا کنیم بالا یه مطلقی هم بندازه. یه خورده سه صدر رو ببریم بالا، یه خورده این جریان مطالبه گر دانشجویی. این الان آقا چپ و راست این مملکت جریان دانشجویی در سر این که نباید فساد باشه حرفی دارن؟ بیاین دست به قول دست علی بدیم به هم دیگه، آقا مفسد از هر جریانی بود مقابله کن. اگه اون جریانی که به اصولگرایی نزدیک تره
دوچار قبیله گرایی نشه، برگرده بگه خب نه اینو نگیم اون یکیو بگیم، این خیلی بده. مثلا این اشتباه بعضی موقع مثلا آقا ما نفهمیم بالاخره تو اصولگرایی یا اصلاح طلب، چرا اینجا اصولگرا رو نقد کردن جای اصلاح طلب رو میگم؟ خب بابا برای اینکه نقدش وارد بوده، موجب فساد شده، بعد جلوشو گرفت. این وحدت واسه میشه قوم سر امنیت بود. سر ماجرای سردار سلیمانی اتفاق افتاد، همه این گروه های سیاسی مختلف کشور محکوم کردن ابراز ارادت. و جالبه در تاییدیه سردار سلیمانی یکی از فاکتورها که از سمت رهبر انقلاب بود این بود که فراجناهی بودنشون. آخه امنیت ملی که دیگه جناهی نیست، منافع ملی که دیگه جناهی، ما هممون داریم تو این قایق سوار این قایقیم، داریم تو همین مملکت داریم نفس میکشیم، پول برسه به هممون میرسه، نرسه هممون دچار سختی. این به نظرم باید لحاظ بشه که نمیکنن. من متاسفانه میبینم که تموم شد دیگه. بله ایشون با فلانی در جنگ است، این نیست به خدا، اینا باید بپذیریم. یه نکته‌ای که توی جریان مطالبه خطره این که حس نسبت رو بر هم نزنن. حس نسبت یعنی چی؟ یعنی که ببین بعضی موقع مثلا خود رو مطالبه میکنیم، توقعات رو جابجا میکنیم. من به عنوان کسی که 4-5 بار کل ایران رو رفتم چرخیدم، معمولا به هر کسی میرسم میگم اهل کجایی؟ به خود شما هم گفتم درست قبل اینکه من شروع گفتم کجایی رو فرمودید؟ اهل گیلان و دیلمستان. دیلمستان دیلمان بگیم، دیلمان گیلان. بله بنده هم حتی عرض کردم تا روستاهای اونجا هم نکته داشتم. خب آب و هواشو بماند دیگه وارد بحث. من رو حواس میکنم اونا بدم. خب من خودم حقیقتا الان 2 ماه نرفتم خونه، صادقانه احترام گذاشتم به این شرایط. من به عنوان کسی که کل این مملکت رو رفتم چرخیدم خدمت شما عرض بکنم، الان بهم بپرسید میگم که مردم یه سری جا توقعات بجا دارن، یه سری جا بیجا. شهر رفتی 50,000 تا جمعیت داره میگه من باید فرودگاه باشم، 60,000 تا جمعیت داره میگه من باید مرکز استان باشم، بیجا توقعات. یا یه سری چیزا بگم به شما، میخوام من میام بعدم میخوام شهر بشه به درک، اهمیتی نداره، من حقو میگم. بله بخواد آقا بعضی روستاها به عنوان کسی که من اردو جوادی میرفتم با افتخار رفتیم، بعضی از این روستاهایی که ما میرفتیم خدمت میکردیم، از خود من بپرسی میگم نباید میرفتیم. چرا؟ طرف 3 خانوارن توی دهات موندن، 15 کیلومتر از همه چیز فاصله دارن، انتظار دارن حاکمیت برای این 3 خانوار آب بکشه ببره، برق بکشه ببره، آنتن مخابراتی بذاره، امنیتشون رو حفظ بکنه. رو چه منطقی؟ از پول بیت المال بزنی؟ خب نمیشه شما 3 خانوار بری توی روستایی که هست؟ به طرف میگفتیم بابا اینجا چیکار داری پاشو برو، میگو بابا بزرگم اینجا قبرش کردم، من قبر بابا بزرگم، بابامو ول نمیکنم برم بعد قبر بابای یه نفر مردو. خب اینا ما ببین چیکار کنیم؟ همون آدمو یه عده دورمی برمی‌دارن میرن سراغش. ببین یه عده دورمی برمی‌دارن میرن سراغش، فیلم میگیرن میگن نگاه کنید ببین تو روستاهای ایران چه خبره فلان. واقعا شرم‌آوره یه نفر ذره انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه. اوضاع روستاهای جمهوری اسلامی ایران تو این 40 سال خدماتی که بنا رسید، خب تا جایی که تونست، اما بخشش هم نیستا. یعنی من انتقاد دارم، بحث اهواز شهر مرکز استان پر جمعیت، بابا 40 سال الان آب و فضا رو اینجا نتونست حل کنید؟ ببینید اینو نقد دارم، اما اون طرفم میگم غیر منصفانه است. یه سری توقعات به جایه، یه سری جا بی جایه. حس نسبت رو به هم نزنید تو مطالبه کردنتون. حس نسبت رو وقتی به هم بزنید توقعاتی به وجود میارید که صدی مثلا الان خصوص واسه مثلا به فساد بخوام مثال برای شما بزنم، هر اتفاقی بیفته من میگم نه، طرف رو 30 سال بگیرن به نظر زندان میگن نه، توقع رفته بالا دیگه، این باید اعدامش میکنن. طرف رو میگیرن اعدام میکنن میگن نه، اینو باید 10 بار اعدامش میکنن. آخه نمیشه. ببین اینو باید بپذیریم دیگه، والا به یه مرحله شما مردم میرسونید تو مطالعه، خیلی مهمه ها، به یه مرحله بی بازگشت مردم میرسونید. ببین شاه به یه مرحله رسید که دیگه برای مردم بی بازگشت، شروع کرد با گران فروشی مثلا برخورد کردن، اواخر تورم خیلی زیاد اتفاق افتاد دیگه. خب شروع کرد با این، و جالب اون بیماری اقتصادی که اون زمان شاه بود هنوزم هست. یعنی پول نفت میومد تورم، پول نفت نمیومد تورم، همینا درست شد؟ ببین یعنی ما هنوز از ریل اقتصادی مال زمان شاهه عوض نکردیم. خدمت شما عرض میکنم که حتی کار به جای رسید که نخست وزیر خوشم نخ شاه زندان، هویدا رو شاه انداخت زندان دیگه. درست درست شد؟ مردم که تموم شده بود.
گفتن ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه، یعنی دیگه به یه مرحله بی بازگشت نمیرسونید مردمو. شما بی بی سی رو وقتی نگاه میکنیم یعنی این نه به خیلی ضعفا و فقرای جامعه انگلیس میپردازه، بی بی سی انگلیسی رو میگم، خب رسانه اون که میدونن، نه به خیلی پولداراشون. چرا؟ اینکه توقع وجود داره. نتانیاهو وقتی میخواد جامعه ایرانی رو خراب بکنه تو جلسه هیرینگ کنگره میگه، فیلمش هست، مؤسسه مصاف اولین بار اینو زیرنویس کرد پخش کرد، خب برگشتونجا میگه میخواد ایران نابود کنید، برید خونه های استخدار بیورلی هیلز آمریکا رو برید نشون بدید، بذارید مردم توقعش این باشه که همشون باید خونه استخدار داشته باشه. الان خطومشی که من و تو میره اونم چی و چی و اینا همینه دیگه. وقتی توقعاتو ببری افزایش بدی، من یادم زمان احمدی نژاد میرفت این شهرستانا میگفتن که آ اینا میرم مثلا ما میخوایم مرکز استان بشیم، شما گفت اگر شما قول بدید که تا 2 سال دیگه مثلا جمعیتتون رو 3 برابر کنید، خب مثلا من کارم انجام میدم. خب واقعا منطقه. یعنی چی؟ شما با یه فاصله عجیب غریب از مثلا طرف نزدیک تهرانه، خب نماینده نامرد این شهر از پول بیت المال فرودگاه زده، اون فرودگاه کا تعطیله چون هیچ کس هواپیما استفاده نمیکنه، مردم با اتوبوس میرن تهران، اون ماشینش میگه هیچ. خب نباید رفت این آدمو کشون از اون قبرستونی که الان هست بکشونی بیاری به دادگاه بکشونیش بگی این ضربه که تو زدی برای چه؟ برای اینکه رأی بیاره. این پوپولیسمه. مردم داری پوپولیسم نیست، مردم فریبی و در مردم نیازی رو به وجود آوردن، توقعی رو به وجود بیاری که این به صلاح مردم نیست، به صلاح کشور نیست، این خیانته، باید با اینو برخورد بشه. خدا شاهد شهر بوده من رفتم سخنرانی برگشته، نه همون شهرم فرودگاهش تعطیل کردن، بعد من سوار هواپیما بودم، آقا 3 نفر بودیم 4 نفر بود. چقدر بگم توی هواپیما نشستم میترسیدی سر صبحی، خب دو تاشون که امنیت پروازن فقط من بودم، فقط مهماندار بنده خدا برخلاف اون پروتکلایی که داره همون اول اینا باید کمربند باز بشه اون بعد این قضا رو مثلا پذیرایی بردارم صبحانه می‌خواست برام بیاره، همون اول اومد یه پکی گذاشت که رفت نشست تا آخر خیالش راحت. ولی نتیجه چیه؟ کی باید نتیجه اون همه هزینه که از بیت المال رفت فریز شد یه گوشه شده سنگ و آهن و چوب و فلان، هیچ استفاده هم نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه توقع بی خود در کسی بچه ما هم باید فرودگاه داشته باشیم. چه منطقی؟ این شاخص‌ها کجا باید مشخص بشه؟ شما در مطالبتون اگر این رو به یه مرحله رسوندید که توقع بیجا به وجود آوردی دیگه. یا مثلا من یه خاطرم هست دیدار رهبری داشتن، اون آقایونی که اومده بودن، آقایون و خانمایی که اومده بودن جا شرکت کرده بودن تو اون جلسه، برایشون گفتن مفسد اقتصادی اعدام باید گردد اینا. بعد ایشون برایش گفتش که خب به شرطی که حکمش اعدام باشه. حالا یه نفر از مفسد اقتصادی حکمش 20 ساله. قرار نیست هر کسی، یه نفر از 10,000 تومان جابجا کرده، یه نفر از 10 میلیارد جابجا کرده، هر دو اینا مفسدن. اگه به منظور افساد فی الارض مو باش اونم حکمش داره میدان، اما اگر نه یعنی چی مفسد توقعی به وجود بیاری که حالا هر چی کوچکتر کوتاه‌تر کوچکتر از اون برخورد بشه بگن نه اینا خودشون مفسدن اینا بس. مورد بعدی این که روند برخورد با مفاسد علل خصوص اقتصادی، اینو باید بگیم جریان دانشجو باید بدونه که بگی آقا این بخشی از خود کشور و اصلاح ساختار کشوره. خیلی 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 اتفاق خوبی بود که مجلس شورای اسلامی یکی از نماینده های خودش رو کنار گذاشت. خیلی 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 اتفاق خوبی بود که قوه قضاییه شروع کرد برخورد با مفاسد در خود قوه قضاییه. این یعنی چی؟ این یعنی اراده حاکمیت اینه. ما جریان دانشجویی و غیر دانشجویاتون بیان بیان کمک کنیم، بذار اون بستیت داشته باشه، بذار دستش باز باشه برای برخورد، بگو ببین مردم استقبال کردن. اینو به شما بگم، یکی از جایی که مسئولین ما به شدت میتونن فتنه کنن، اینو اون کسی که بارها با اینا جمع این جماعت جلسه داشتم، میتونن در برن مردم. آقا ما این کارو کنیم الان مردم این میشن، مردم بیان حرفتون رو بزنیم، بگین ما کیف میکنیم مبارزه با فساد انجام بشه. خب این خیلی خوبه و الا خدمت شما عرض بکنم که ما این نیستیم که برگردیم بریم بیرون، نمیدونم جز این باشه ما تبدیل بشیم به جریان های اپوزیسیونی که
اصلا ساختارها رو قبول نداریم، هیچ فرقی هم با اون خارج از کشوری نداریم. اما نه اینجوری نیست. سر ماجرای پرونده های تاجگردون تو مجلس آدم مثل مساوی آقای زاکانی کرد دو تا متلک به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انداخت، گفت دو تا از دستگاه امنیتی ما هم یکیشون رفوزه شد و یکی تجدید. خب حالا زاکانی کیه؟ نماینده مجلس. بخش از ساختار داره بخش دیگه از ساختار نماینده. خیلی خوبه، این فرق میکنه تا اینکه وی او ای بیاد بگه آقا در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه فلان شد. این باید درون اتفاق بیفته در محاکمه. ببینید امر معروف نهی از منکر اصلا مجوز نمیخواد، هر کسی میتونه امر معروف نهی از منکر کنه، وظیفه شرعیه. هدف قیام ابو عبدالله بوده، هر حسینی این هدفشه، هر کسی هم حسین. اما بنده بهم گفتن که آقا یه مجوزایی از ستاد امر معروف نهی از منکر میده، گفتم بسم الله منم میگیرم، اسمش باشه معروف، مردم علیه رانت و فساد. خیلی همه که آی رائفی پور رفته است مجوز گرفته است. میدونی هدف بنده چی بود؟ من قبلش مسئولین امر معروف نهی از منکر نمی‌کردم الا ماشاءالله. هدف از گرفتن می چی بود؟ این پالسو بفرستم که بگم برخورد با مسئولین فاسد و امر معروف نهی از منکر مسئولین بخشی از خواست خود حکومت. این پالس باید فرستاده بشه، چون دقیقاً دشمن داره عکس اینو می‌فرسته. میخواد بگه ببین نظام مجبور شد، نظام عقب نشینی کرد، دوست نداشت این کارو بکنه. نه، نظام میخواد مجوز میده نماینده مجلسش بدین کارو بکنه، قوه قضاییه‌اش بدین کارو بکنه. این اتفاق باید بیفته. بله دست آدم بسته است، یه سری از قوانین باید اصلاح بشه، ما دنبال اون اصلاح قوانین هستیم. نمونهش همین قانون حمایت از دمندگان در سود ویسل بلورین افشاگران فساد. درست. خب ما پیگیرشیم با نماینده مجلس، من دائم داریم جلسه میزنیم، دیدی یک جایی هم شروع شد، حتی پاداش دادن، خیلی اتفاق خوبیه. بله باید این قوانین هم اصلاح بشه. این یه ببین یه زمان بره، قرار نیستش یه شبه گفتم امام زمان هم ظهور کنه توی سیری برهه چند سال اصلا سیک شد در واقعه روایت. خب چه اینقدر سال طول میکشه، 7 سال نمیدونم با رومی ها جنگ داره نمیدونم فلان این چیزا رو اومده تو رو. خب میخوام بگم که این زمان بره، یه فرصت میطلبه. بله یه نکته حالا دیگه اواخر عرایزم دیگه، این مطالبه گری و مقابله با فساد ناظر به اصلاح ساختار باشه نه مصداقی. ببینید مثلا ما دیدیم یه نفر میتونه اضافه تر از اون چیزی که مجوز گرفته بسازه، یه تخلف کرده، بعد میره توی کمیسیونی، برای این چی در نظر میگیرن؟ جریمه. جریمه، بعد میاد جریمه رو میده تموم شه. انگار اینه، انگار اینه که شما از اولم مثلا اینجا گفتن 3 طبقه میتونی بسازی، اگر میخوای 5 طبقه بسازی انقدر باید به پول بدی؟ میگه خب میدم. اگر قرار واقعا 5 طبقه بسازن و باید 2 طبقه اضافه انقدر پول بدن، خب اینو قانون کنید. درست شد؟ که دیگه ما نگیم مفسده. اگر قرار این نباشه دیگه این جریمه رو جمع کنید، بگید بالای 3 طبقه خرابش میکنید، رحم نمیکنه. حالا ما بیایم چند مورد همینجوری ماده سدی داریم میره ماسمال میشه، برمیگه من با این ماده مشکل دارم، اینو بیاد حل کنید، برش دارید نذارید بسازه. میخواد یه آدم عادی باشه، میخواد آقازاده باشه، دومات باشه، خاله باشه، عمه باشه، مادر بزرگ باشه، هر کی میخواد باشه، بزنید پدرشو در بیارید. اون موقع ببینید من میتونم وایستیم فلان کنیم برم. آخ نمیشه که. ببینید ما ساختارها و قوانین فسادزا داریم. بابا آدم عاقل میره از سرمنشأ یه چیز رو حل میکنه. چند بار با یه مصداق میخواید بجنگید شما؟ چند بار با تولیدات دارید میجنگید؟ برو کارخونه رو تعطیل کن. کارخونه تولید فساد داری؟ آقا وام های ما، استمهال وام. وام ما. وام تو سر سال نمیتونی پس بدی، همون رو با بدهی تبدیل کن به وام دیگه. خب اینو جمعش بکنید. اینو فساد قانونیه. ما باید این قوانین فساد رو من درخواستم اینه که یه مصداق رو فهمیدیم باشه این مشکله، های فردا دوباره یه این اتفاق یه جا دیگه هم افتاده، اینو میدونم باشه، صد بار دیگه هم تکرار کنی جز خورد کردن اعصاب مردم، من مخالفم. درست. میگم فهمیدیم دیگه، چی انقدر به مردم میگید؟ مردم به اندازه کافی اعصابشون خورده، هی دارن حس تبعیض درشون به وجود میاد، دیوونهشون میکنه. دو تا گفتی مردی بلند شو بیا بسم الله بریم جلوی مجلس تحصن کنیم، بریم با نماینده حرف بزنیم، چیکار کنیم؟ بیا بسم الله پایم که این اصلاح ساختاری صورت بگیره. این که نباشه که همش صبح تا شب موارد از این دست داره اتفاق میفته. مثلا ما یه بحث فرار مالیاتی داریم، جرمه. ما یه اجتناب مالیاتی داریم،
جرمیست. یعنی طرف فنی میتونه مالیات نده قانونی. اینو برو برطرف کن. اصل مشکل تو اجتناب مالیاته نه فرار مالیاتی. میدونید ما معافیت های مالیاتی که داریم چقدره؟ به قولی تقریبا همه معاف مالیاتی هم من که عکسش ثابت شد. خب آقا طرف منطقه آزاد معافیت مالیاتی داره، طرف تو تهرانه، میره یه دفتر میزنه تو کیش، درست شد؟ یه فرصت درست. داره حالا من دفتر مرکزی اونجاست، این نمایندگی تهرانم، مالیات نمیده. بعد اون بدبخت بیچاره کارمند نمیده چیه چون مالیات ازش میگیره. خب توی مطالبه گر درسته حسابی میخوام مالو فساد کنی، بیا برو اونو ببند. بیا 10 تومانی اینجا گیر داری میدی ول نمیکنی، یه 10000 میلیاردی داره اون طرف کاری نداری، اون طرف رو سیل برده کاری نداری، اینور برش این دیوونه ها با قاشق داره آب برمیداری، رسما مشکل داری دیگه، عقلانیت در تو نیست. یعنی میگم باید این لولاها رو پیدا کرد، این گیت های اصلی رو پیدا کرد، درشو بست. این اتفاق داره میفته، یه مطالبه گر این باشه ببین آقا خب بسم الله 100 بار اینو از اینجا خوردیم دیگه، چیکار کنیم بریم حلش کنیم دیگه؟ نمیشه که. مثال برات شما بزنم، چند تا سلطان تا الان اعدام کردیم؟ دستم نرفت. بار همجه سلطان هر چیزی، هر چیزی همی سلطانی داره الان بر خودش. خب حل شد، شما سلطان سکر برده اعدام کرد، درست شد؟ حل شد، سکه دیگه بالا نرفت، سکه 15 میلیون تومانی توی مریخ اتفاق افتاد. همون موقع من خاطرم هست آقای جهانگیری من حرف زد، ما فیلمش هست، من بعدا دوستان کلیپ میکنن بعد عرایض بنده فرمایش آقای دکتر جهانگیری عزیزم بذارن. خب ایشون حرف زد که با افتخار 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا دادن. 60 تن طلا رو همه رو این آقای سلطان سکه خرید. آره یه تعدادش هم مال این، درست شد؟ با افتخار اعلام که آقا بعضیا هزاران سکه خریدن بعضی. خب این خود شما خودت بعدا هم گفتی این جرمه. پیشفروش سکه از نیمه بهمن، بانک مرکزی اعلام کرد برای متعادل کردن بازار سکه و دسترسی راحت مردم از 15 بهمن در شعب بانک ملی سراسر کشور سکه پیش فروش میکنه. مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفته به قدر کافی ذخیره شمش و سکه داریم و مردم میتونن بدون محدودیت هر تعداد سکه که خواستن زیر قیمت بازار و با نرخ‌های مناسب و جذاب پیش خرید کنن. پیش فروش سکه از میانه بهمن 96 مثل بنزین روی آتش عمل کرد و التهاب و هجوم تقاضا را به بازار سکه و ارز هم پمپاژ کرد. این جمعیت قبلا نصف این، یک سوم این بوده، الان 10 برابر شده. همینجور مردم هجوم آوردن، بعد اینا خونه دارا اومدن چون اصلا مردم هر چی دارن سرمایه‌شون آوردن دیگه، الان ریختن تو بازار. خب بانک مرکزی چند میلیون سکه پیش فروش کرد. شما فکر می‌کنید مردم ایران صف کشیدن که پیش فروش سکه بخرن بکنن؟ کل کسانی که پیش فروش خرید کرده بودن تا روز قبل، من آمار از آقای دکتر سیف گرفتیم، 65000 نفر بودن که چند میلیون سکه خریدن. افرادی هستن 25000 و 20 چند هزار سکه خریدن. اینجا بعد اونی که اینا رو در معرض به آوردید قانونی گفت آیه دانشور، شما اگه میدونستی خدا وکیلی راست حسینیش بود، میدونستی سکه میخواد انقدر گرون بشه نمیرفتی بخری؟ صادقانه بگم؟ آره نه دروغ بگم. نه صادقانه میگم، چون آره دوستانی که حالا میبینن و من میشناسم میدونن من دانشجوی مدیریت بازرگانی هم، ولی تا حالا دلار رو از نزدیک ندیدم چون نیازی نداشتم. ولی عوضش برای مثال اقتضای رشتم تخصصم مثلا تو بازار سرمایه فعالیت کردم، بورس رفتید؟ آره بسم الله. خب بورس هم نمونه دیگهش، میدونی بورس میخواد بره بالا سرمایه‌تو نمیبری اونجا. نه آقا ببخشید دیوانه ایم وایسیم پولمون زندگیمون سرمایه‌مون آب شه، ریال داره سقوط میکنه، من برم نگه همین ریال نگه دارم برای چی؟ شما قانونن اجازه میدی سکه فروخته شه، عرضه میکنی، درست شد؟ بعد من یادم میاد زمانی که گوشت میدم با کارت ملی، میدونم مثلا طرف رفته کارت ملی عمه‌ش هم گرفته خاله‌ش هم گرفته فلان، خود به گوشت بگیره، میگه حقش میخواد بده به من. آقا طرف حق داره بره سکه بخره، میگه من حقمو میفروشم،
من پول ندارم سکه بخرم، اما حقم اگه پول میداشتم اینا چند درصد میفروشم به شما. قانونا دارن این کارو انجام میدن. بعد بیا همون یارو بگیر اعدامش کن. اینجا اون کسی که این تصمیم غلطو گرفته رو باید بگیری اعدام کنی یا اونو. اعدام من نمیگم، بررسی بشه باید برخورد کنی یا او رو. او اخلال به وجود آورد، خب تو که اعدامش کردی بچه سکه رفت شد 15 میلیون. ببینید این مشکل شما اصل و ریشه رو برو حل کن. مطالبه اعدام این بابا باشه، اعدامش کردیم، بعدش چی؟ حل شد؟ اینی که میشه مطالبه گریه، وهن مطالبه گریه و شرعن آمدانه رو پاسخگو باشه ها. نکته دهم هم این که ناظر به رفع تبعیض باشه. ببین بدترین چیزی که مردم آزار میده تبعیضه. جالب بدون اگه یه نفر برگرده به همه ظلم یکسان بکنه مردم قضیت نمیشن که به یکی کنار دستشون ظلم بشه یکی نشه. میگه ظلم علسویه مردم عدل رو محسوب میکنه. میگه به همه ظلم کرد. آقا به همه فحش داد. درست شد. اینجا رو نرم مثلا چه هوا رو گرم کرد هممون اذیت بشیم. خب بله اینجا دردآوره که ببینی یه قانون برای یکی اجرا میشه برای یکی اجرا نمیشه. بله اینجا در اینجا باید زیر سواله. اینجا اون دستگاه قانونگذاری زیر سواله. دستگاه که چرا دقیق قانون ننوشته که اون فردی که میخواد اون قانون انجام بده میتونه ازش برداشت و تفسیر به رأی کنه. قوه قضاییه زیر سواله. دستگاه امنیتی زیر سواله. تبعیض نه. که فلان کس به خاطر این کار 10 سال زندان به همان آقازاده که 20 برابر اون کار انجام داده 5 سال زندان. چرا؟ چون مثلا باباش زورش میرسه، چون پولشون میرسه میتونن بهترین وکلا رو بگیرن. این تبعیض، اینو باید یه فکری بالش کرد. فلان آقایین بچه‌هاشون همه مدارس غیر انتفاعی، اینا که اصلا برای بچه‌هاشون مدرسه میزنن، خب مدارس غیر انتفاعی، بعد مردم بدبخت بیچاره چون پولشون ندارن نرن مدرسه. بعد سال گذشته 44 نفر اول کنکور هیچ کدومش مدرسه عادی درس نخونده بودن. چرا؟ چون بهترین مربی‌ها رو دارن استخدام میکنن. مدارس غیر انتفاعی میلیونی دارن پول میگن، 40 میلیون پول میبره یه ترم برای یه سال. برمی‌داره بهترین مربی، اصلا طراح تستای کنکور میره اونجا درس میده. خب این تبعیض، اینا رو باید باش برخورد کرد که برید اینا پیدا کن، من پیدا کنم این قانون چرا با دو نفر داره دو جور برخورد میشه. این دردآوره، باید تبعیض برخورد کن. مورد بعدی که مبتنی بر واقعیات باشه. این منظورم چیه؟ من مثال براتون بزنم. ما چون مصرف یه بخشی داره مهر مهدوی، ما کار خیریه انجام میدیم، جهیزیه گرفته تا نمیدونم هر کاری خیری که شما فکر کنید دیگه. خدمت شما عرض کنم، دوستانی که مخاطب هستن آشنا، سرچ بکنن تو شبکه‌های اجتماعی همین هشتگ مهر آندرلاین مهدوی یا مهر مهدوی پشت سر هم بدونم میاد. مثلا ما مورد داشتیم که من بر اهل بررسی دقیقا پول مردم باید حواست باشه تا جایی که میتونی. نمیگم تا حالا تصمیم غلط نگرفتم، گرفتم. نمیگم ذیل مدیریت من تصمیم غلط گرفته نشده، شده. اما اگه بفهمم با خبر بشم جلوشو میگیرم، تنبیه میکنم تا جایی که بتونم جبران میکنم. دیگه بتونم معصوم که نیست. مورد داریم که یک فرد به ظاهر فقیر از واقعا نمیدونم بگم چند تا خیریه، ده ها خیریه یخچال گرفت. یعنی این توی خدمت شما عرض کنم شرق تهران یه جای رفته بود اجاره کرده بود خیلی کوچیک، خب توش ورداشته بود الکی یه دونه کمدی گذاشته بود و یه چیز درست یه بنده خدا مثلا نقش بازی میکردن، یه پیرزنی همون بر دراز کشته و یه نفرم یه بچه معلول هم برش آورده گذاشته اونجا، مثل همین متکدیایی که بچه میارن اونجا یا ادای معلولین رو در میارن پاشون الکی تا میزنن میان مثلا آره این کارو میکنن. خب می آورد اینجا خیریار میگفت این دخترم مثلا میخواد ازدواج کنه، یخچال نداره، یخچال تلویزیون میگرفت. نحوه درآمد این آدم این شیاد این بود. حالا من که میخوام مطالبه کنم حواسم هست که اون آدم چیکار داره میکنه، نیست. من دارم تو مطالبه گری میبینم طرف رفته یک جایی که ببین خونه داره جای دیگه. طرف ما تو همین زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، یه موردی که پخش شد چون رسانه شد دارم عرض میکنم، میخوام آبروی کسی ببرم. طرف تو چادر نشسته بود گریه زاری، من هیچی ندارم، به من پول خونه داشت، آرایشگاه داشت، همه چی داشت. برای چی؟ بخاطر اینکه الان این مد شده یا روشش اینه. حالا
من نمیدونم الان مثلا شما یه خونه ای دارید، یه نفر اومده یه چهار دیواری تو خونه شما تو زمین شما ساخته، تو خب چیکار باید بکنی؟ بری سمتش شروع کن گریزاری کردن، یکی دیگه شما شروع کن فیلم گرفتن، بهش بگی میتونم ازتون خواهش کنم اینجا رو ترک بفرمایید، ترک میکنه، بولدزر هم بیاره جلو بولدزر دراز میکشه، چیکار باید بکنی؟ این منطقو میفهمی؟ نیست دیگه. ما دیگه آی اینجا رفتم، بله با برخورد اونجوری منم مخالفم. پلیس چه جوری میگه که دستگیر میکنه؟ بیاد اون رو دستگیرش کنید بیارید این طرف، بعد اجازه ندید برخورد بشه، قبلش قشنگ روشنگری کنید، حکم مشخص، همه چی رو بگید، ابلاغ کنید، خودتون دوربین ببرید، این فهمو داشته باشید. برو دوربین ببرید بگید طبق این حکم ایشون اینجا اومده خونه مردین شاکی خصوصی داره، بعد چیکار کرد؟ خب این خیلی بد. من دارم اینا همینجوری طرف افتاده داره از حسن نیت مردم استفاده میکنه، خیریه داره، من تو مطالبه گری اینا رو لحاظ بکنم. مورد دیگه این که آقا جون هر کسی گریه کرد حق با اون نیست، این گریه کردن برید حرف مخالفم بشنوید، یک طرفه میشه قاضی نه. بله واقعا اینجوری من میدیدم مثلا مستند ساخته شد در مورد فساد یا فلان، کی بیشتر گریه میکنه، خودش بخش زمین میکنه و فلان، از فیلما بازی میکنن. اصلا چرا خودش بخش زمین میکنه؟ چون اون پخش زمین کردنه اذیت کننده است، یعنی ما اون رو قبول داریم نباید باشه، برای همون این کارو میکنه. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی، همه مردم حق با اینه. چرا حق با اینه؟ بیشتر گریه کرد. آخه نمیشه، برو حرف مخالفو گوش کن. ببین مثلا من سر پرونده هفت‌سنگان وارد شدم، فساد هفت‌سنگان سمت قزوین وارد شد، این طرف حرف تیم بچه‌ای که اومده بودن پیگیری کرده بودن دیدم، مستندشون هم دیدم، اون طرف با معاون دانشگاه آزاد که جزء مثلا یکی از دانشگاه آزاد جزء متهمین بود، شهردار قزوین، دادگستری وقت، با همه اینا ارتباط گرفتن، حرفشون شنید. خب فردا آقا سر ماجرای مثلا خدمت شما عرض کنم آقای بذرپاش یه اتفاق افتاده، بحثی مطرح چون یه علنی شده دارم عرض میکنم. خب محضر شما عرض بشم که من هم با آقای جورجندی که توی توییتر شروع کرد اولین بار بالا یه سری حرف زد، هم با ایشون صحبت کردم، ارتباط گرفتیم، صحبت کردیم، گفتم حرفای ایشون شنیدم، هم حرفای آقای بذرپاش شنیدم. خب دو تا حرفو برداشتم کامل کردم بردم پیش کی؟ پیش اون کسی که باید کارو انجام بده. رفتم کمیسیون اصل 90 مجلس، آقای پژمانفرد جلسه تو خود مجلس، عکسش هم گذاشتم که آقا من رفتم، بعد به مردم گزارش دادم. خیلی جاها می طرف یه طرفه به قاضی رفت، حقیقتا خیلی جاها اتفاق میفته، طرف یک طرفه به قاضی رفته و خدمت شما عرض بکنم اصلا شرعا یه چیزی گردنش میفته، ما دونه باید جواب بده، برو حرف مخالف هر کی گریه کرد. سر ماجرای خدمت شما عرض بکنم دهونک، من حضور پیدا کردم، با خانواده صحبت کردم، تو همون مسجد حسینی کوچیکم اونجا دارن، اونجا سخنرانی هم کردم براشون، این طرفم وکلای دانشگاه از زهرا با ما تماس گرفتن، آقا حرف ما رو بشنو، گفتیم آماده ایم، ما حاضریم در مؤسسه مناظره بذاریم، نماینده این بچه‌ها بیان، بچه دانشجویی که داشتن کمک می‌کردن، شما هم بیاید بشینید. سر هفت سنگار هم همین کارو کردم، گفتم من به طرفین گفتم آقا من حاضرم در مؤسسه مناظره، خواستید لایو بذاریم مردم ببینن، من اعلام آمادگی می‌کنم، اگر انجام نشده بدونید یکی از این دو طرف خالی کرده صحنه رو. گفتم آقا بسم الله، ما باید بیاید این کار انجام بدیم. نکته دیگه این که رویدادات دنیای واقعی نه توهمی که خیلی دارن خطی نیست، بابا تمام ابعاد رو باید لحاظ کرد. من دارم مثلا میام یه مطالبه گری انجام میدم، توزیع اقتصادی، واقعا شما بحث امنیتی اونو میبینی؟ ملاحظه امنیتیشو میبینی؟ ملاحظات فرهنگیشو میبینی؟ ببینید ما گفتم سخنرانی ها، فرودگاه امام خمینی بچسب به فرودگاه زاهدان، بچسب به فرودگاه مشهد، یه دونه مثلث بکش، اون مثلث کبیریه، دشمن از سمت شرق میتونه 24 ساعته برسه تهران، اون مثلث نباید خاکی از سکنه باشه، مسئله اصلی اون مثلث هم آبه. خب اینا باید انتقال، حتما مخالفان محیط زیستی داره، عیبی نداره، میفهمیم تا جایی که باید کاری بکنیم به محیط زیست کمترین ضربه وارد بشه، اما امنیت مردم ها، امریکا داره داعش رو به افغانستان انتقال میده ها، داره اینو تو پاکستان، من به جد اینجا همینجا عرض میکنم ثبت بشه، 20 آذر 99، خب
من به جد نسبت به مرزهای شرقمون نگرانی دارم و تحرکاتی شروع شده. درست شد؟ حالا ما میگم نه آخه اینجا آب، مثلا خانم ابتکار من میگفتش که ما آب شیرین کن بذاریم تو خلیج فارس، آب خلیج فارس شور میشه. بابا عربستان داره این کار رو انجام میده، خلیج اولا حالا بگذاریم، میگم خدمت شما عرض میکنم عربستان داره این کار رو انجام میده، امارات داره انجام میده، این کشور اینجا فقط مال ما مشکل داره. خب این آب نباشه شما 1.5% جمعیت توی خیلی جمعیت کمیه، ما 1.5% جمعیت کشورم تو سواحل خلیج فارس و دریای عمان ساکنن، این از نظر امنیتی مشکل داره. خب شما که مطالبه اقتصادی میکنی امنیتش لحاظ میکنی، مطالبه امنیتی میکنی بحثای اقتصادی اهم و مهم رو میفهمی نمیدونن. دانشجو اقتصاد میاد مطالبه اقتصادی میکنه میزنه، یه خود محیط زیست خونده میاد محیط زیستی میزنه میره. این بنده ای که اینجا 14-15 تا معاونت و کارگروه دارم میفهمم که خیلی ها نگاهشون جامعه نیست. من اینجا جلسه با واحد پوشاک دارم تموم میشه، جلسه با واحد نمیدونم مثلا امنیت غذایی دارم تموم شد، واحد سلامت دارم تمام، بعد میبینم اینا هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از نظر خودش داره میبینه. خب من که از بالا همه اینا رو دارم میبینم و یه فهم عمومی در من، این زبون تخصصی همشون رو یاد گرفتم، میدونم چی دارن میگن دیگه، با این فضاها غریبه نیستم، بیگانه نیستم. خب میدونم چی، میدونم که این اصلا نیست تو مطالبات آقای من، اینجا دارم من مطالبه رو انجام میدم، مثلا اون پازل دشمن رو تکمیل نکردم به خاطر اینکه اون فرد ذو ابعاد نیست، حداقل از این حیث که دشمن شناسی سرش نمیشه برو پازل دشمن تکمیل میکنم. من بنده معتقدم اگه صهیونیستا میتونه این کار یعنی انجام دادن، یه بخشش هم اگه پولم میخواستن بعضی از این بچهای مطالبات انجام بشه اسرائیل بهشون پولم میدادن که نفشگری‌ها رو بکنید. چرا؟ برای اینکه در مردم این اجماع به وجود بیاد چپ و راست اینا دزدن. هیچ چیزی برای حاکمیت دینی بدتر از این نیستش بهش بگی دزد. بهش بگی تو مثلا کارآمدی نداری، میگه حالا خب یونان هم ورشکست شد. عضو اتحادیه اروپا فلان از اقتصاد شد دیگه چیکار شد؟ آرژانتین هم خود سنگاپور اصلا تو اقتصاد میگن بیماری هلندی نمیدونم چی همش اسم اون طرفیاست. خب اونم نشد. اما وقتی میگه دزد میگه دین که با دزدی و سرقت در تضاده که اینو میخواد چیکار بکنی؟ این خیلی خطرناک. مستحضرید یه کاری کردن آقایون مسئولین ما تو مناظره ریاست جمهوری، یکو تو دزدی گفت دزدی، مردم گفتن جفتشون دزدن. و دشمن همینو میخواست اتفاق بیفته. گفتم یک ساعت نزدیک شدیم نه؟ بیاموت فکر میکنم دیگه 2-3 دقیقه پایانیه. بدون این 2-3 دقیقه تمومش کنم. دوستان میگن حالا 7 دقیقه یه بذم من 2-7 دقیقه تمومش کنم که پارت سوم بریم تو پاسش. آره این دقیقاً دستون داره. بفرمایید. یه کاری نکنیم که تو مطالبه مقابل شرع و قانون بیستیم. ببین یعنی چی؟ یعنی من دارم مطالبه هم نمیتونم که اصول رو زیر پا بذارم برای مقابله با گناه گناه کنم. خب این خیلی خطرناکه. ببین مثال باید هوشمندانه عمل کرد. مثلا طرف 90% حرف داره میزنه در مورد این نفر، حساب حرف حساب 90%. 10% داره تهمت میزنه. بابت اون 10% باید برخورد میشه. شاکی خصوصی داری باید جواب بدی. باید جواب بدی. تعارف نداریم که. آقا اینو گرفتن انداختن زندان. خب انداختن زندان بابت 10% انداختن زندان ها. 90% حرفاش درست بود. بله ما هم قبول داریم. با اون 10% رو تهمت زده به مردم. طرف دزد بوده بهش گفتن تو روابط نامشروع هم داشتی. نه روابط نامشروع نداشته. دزد بوده. اینا باید فهمید. ببین رهبرم بود تو دوره دانشجو و کاری نکنید ازتون شکایت کنه. این خیلی فنیه. یعنی چی؟ یعنی ببین وقتی ازت شکایت بکنن یعنی یه نفر شاکی داره، یعنی حق یه نفر ضایع شده. انتظار نداشته باشه من بیام حق یه نفر رو ضایع کنم بخاطر تو. حضرت شعیب رفت به دخترش سر بزنه، یکی شوهرش کشاورز بود گفت دعا کن فردا بارون بیاد گندممو نسوزه. اون یکی از خونه یکی بخوره چای خورد رفت اون یکی بخوره چای اونجا بخوره، یکم گفت شوهر من کوزه‌گر دعا کن فردا بارون نیاد. چه بیاد چه نیاد بدبخت. آره یه نفر معارض داره. آره. وای نمیشه که یه کاری کنی ازش شکایت نکنه این چی؟ یعنی حتی من ممکنه یه جایی برای اصلاح قانون جلو قانونم وایستم. خب اما من که نمیخوام این کارو بکنم، گفتم باید خیلی کار سختی بود اصلاح قانون. اما انقدر هنرمندان این کارو انجام بده که این نتیجه چی؟ مثلا یه جایی شما انقدر قدرتمندی نمیتونن به طرف بزنن. همین شبکه‌های اجتماعیش نشون داد دیگه. اگه شبکه‌های اجتماعی نبود خب خیلی تو زندان بودن.
طرف میگه آقا من میخوام بگیرنمو، طرف میومد از من شکایت کرد و طرف میومد رضایت میداد. برای چی جیر میکرد بین دوگانه آبروم میره؟ بذار این کارو بکنم، یه کاری کنید ازت میشه. نمیشه آقا شما مثلا جلو قانون وایستی آبروی یه نفر ببری بعد انتظار داشته باشی سرمو رو گنده. بله اون جایش هم میدونم، ما خزینه هم باید بدیم اینا، سلام ناجای خود. مورد آخرم این که یه مثال برای شما بزنم، همین چند وقت پیش یه بنده خدا از من شکایت کرد. من توی سخنرانی گفتم آقا جاسوس ریشو هم میتونه باشه. اون آقایونی که حالا کلیپو درست کرده بود، منم کی درست کرده بود، خب برداشتم لحظه که من گفتم جاسوس هم باید باشه، عکس یکی از این کسایی که فکر کردم حالا تو زندانه رو گذاشته بودن که منظور اینه، یا آدم ریشو. اون از من شکایت کرد که من چیز نبودم، من 15 سال زندان داره، من جاسوس نیست حکمم، من 15 سال به علت ارتباط با دول متخاصم، ارتباط و همکاری با دول متخاصم، حکم بدویش هم جاسوس بوده ها، تو تجدید نظر جاسوس بودم، توی زندان رفتنش هیچ فرقی نمیکنه، جفتش 15 ساله. خب بعد من رفتم نشستم پاسخ دادم، گفتم من نگفتم ایشون جاسوسه، اون کسی که کلیپو گذاشته به من چه ربطی داره؟ او مستاق آورده برنامه خدا رو گذاشته. من 10 تا دلیل در جواب نوشتم، وکیل ایشون اومد دفتر ما، وقتی دلیل منش گفت اصلا جا نداره، گفت منتها اصرار داره شکایت کنه، متوجه شد تمام شد. ببینید اگر ما داریم حرف میزنیم این ملاحظه رو داشته باشیم تا حقشه. طرف به علت ارتباط با دول متخاصم تو زندانه، میشه من گفتم جاسوس، من جاسوس نیستم، بیا ازش شکایت دارم، این حق بر اون محفوظه. نکته آخرم هم این که مراقب این رسانه‌های بازتابی باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما آقای مسئول اجازه ندادید اینها یه خورده سه سخت داشته باشه، اینم به مسئولین بگم هر چیزی شد سریع شکایت نکنید. اگر شما اومدید اجازه دادید این حرفا زده بشه، مثلا یه نفر تو ایرانه یا ایکس ایگرگ میشناسیش و الا کاری نداره که ورنم میفرستن برای رسانه خارجی پخش کنه، مگه نمیگی نکردن این کارو؟ خب اون موقع دیگه دستت به هیچ جا بند نیست. بپذیریم، نگاهمون رو سعی کنیم اصلاح کنیم، آقا بنای این بنده خدا نمیدونم مثلا اصلاحه، خب این باش میدونیم حتی یه جا مرض داره ها، عیب نداره، اصل رو بر صحت میذاریم، بسم الله باش راست درسته. خیلی ممنون. پارت دوم، بخش دوم هم همینجا تمام بکنیم انشالله، بخش سوم سریع‌تر یه چند تا سوال کوتاه و یه جنبندی. خیلی ممنون از سعی صدر و این حالا قالب 14 گانه بود فکر کنم، آره حالا بیشتر شد فکر پیش دفعه میگم وقتش میکنم رو 16 گانه و این بیان این قالب در کنار این مسادی خیلی به جا افتاده تر شدن مطلب تو ذهن بچه ها. آره شون سوالاتون باشه، من مثالای زیادی دارم از برخورده که با مسئولین داشتم رو عرض می‌کنم. در خدمتیم. سلامت. همینجا یه خداحافظی کوچیک می‌کنیم، انشالله دیگه سریع یکی دو دقیقه برمیگردیم با پارت آخر. خب اگه اجازه بدید توی این پارت که حالا بخشا پارت یا بخش کلا بگیم بخش دیگه، بله فارسی هم پاس بداریم، بله. تو بخش آخر چند تا سواله و دیگه یه جمع‌بندی دیگه، نه مصدع وقت بشیم نه دیگه. خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از این سه صد که بدون در نظر گرفتن وقت واقعا مبسوط خیلی از موارد مطرح کردید. نکته اول جناب رافی پور، وقتی از دوستان توی لایو بسیج علامه ما یه فراخوانی زدیم، خیلی برام جالب بود، خیلی از سوالات حالا موضوع مشخص بود پراکنده بود. اگه بخوام توی یه سوال خیلی شیک و مجلسی بخوام جمعش کنم اینه، این موجودیتی به نام مساف، سازمان مساف واسه خیلی عجیبه، چون مثلا ما تیپیک بالا مرسوم از مثلا یه مرکز مطالعاتی انتظار داریم خروجیاش در حد مثلا مقاله، رساله، پروژه و و و باشه، ولی مثلا وقتی به ارگانی همچون مؤسسه مساف ما میرسیم، مثلا از یه طرف میبینیم که دایره داره مثلا تولید اسلحه برای یا مثلا نژاد گاو سرابی رو احیا کردید و و و و وقتی این حالا میاد تو ذهن ها میگه خب این چیکار داره میکنه، چیکارن به کجا بسن؟ در رابطه با این یه توضیح اگه میخواید کوتاه بفرمایید، من آخرش بگم که به کجا بسن. اینو من بارها اعلام کردم بازم میگم، ببین اگر یک نفر تونست یه سندی بیاره که ما از یک جای بودجه داریم، درست، که ما بودجه میدن با پوشش بی پوشش هر مدلی من میپذیرم، خب واقعا کل کاری که پولی که من از بگم از یه نهاد دولتی بخوام حاکمیتی چیزی به ما رسیده سالها پیش، یعنی سال 90 بود، یه 17 میلیون تومان چقدر بود اونم بابت انجام کار،
یعنی یه پروژه مشترک بود. دیگه هم پروژه نگرفتیم. که پروژه گرفتن هیچ ایرادی نداره. خب بالاخره یه نفر مثلا پروژه میره مثلا وزارت دفاع میاد مثلا جوشکاریاشو برون سپاری میکنه مثلا که بگی اون جوشکاره مثلا آدم وزارت دفاع و نمیدونم فلان. یکم با یه مجموعه دیگه بود که واحد گرافیک ما براشون کلی بنر زد. خب و ما قرار بود که بابت این طراحیه که بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن خدمت شما عرض می‌کنم بچه‌ها خوش شده بودن پشت این مانیتور انقدر طراحی می‌کردن که اینا بعد قرار بود مثلا 50 تومانی به ما بدن 20 تومن فکر کنم دادن 30 تومن دیگه ندادن گفتن اینا شما خود اقتصادی نداری چیزی هر کاری میگن ندادن آخر نامردا بعد گفتیم ببین نداره حالا که پولمون رو نمیدید آرم مؤسسه رو بزنید شما این بنر رو تو کل شهر دارید می‌زنید آرم مؤسسه رو نزدن خب این بود جز این اگه هر این جوکه یعنی این عددی که من دارم میگم یعنی سرجام همش برای 5 میلیون نبود خب اصلا بود همش کمک کردن مردمیه مردم به کمک میکنن و منم اینو به شما میگم کارگروه مختلفی داره مؤسسه برای اینکه ما هدفمون اینه هر جا تو کشور بار رو زمینه بریم برد اگه اصلا ساختیم سختم بود من ببینم هنوز دست سرباز ما جسه و کلاش اصلا که مال عهد بوق دیگه تموم شده دوره اینا گذشته درسته اسلحه‌ای که هنوز مثلا یک اصل مثلا کلاش خوبه چرا خوبه چون همه داره استفاده میشه یعنی طالب داره خب اما از نظر من ایراد داره درست شد خب اینو یا مثلا چه میدونم ما مشکلات ریز پرنده ها رو داشتیم بعدیم دستگاه پادسکای طراحی شد که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بچه‌ها خدمت شما عرض کنم بندر عباس هم دارن اونجا تست میدن اون چرا با تمام حاشیه‌ای که یه سری آدم بی انصاف برای ما درست کردن در دولت و و رسانه و غیر دولت و رسانه هاشون اما هنوزم که هنوزه وقتی طالب داره یعنی چی؟ یعنی که کار آمده دیگه درست شد اگر واحد امنیت غذایی داریم چرا؟ برای اینکه نگران غذای مردم نون مردم واحد سلامت داریم برای چی؟ برای اینکه نگران سلامت مردم یه جا کار انجام بشه ما میکشیم اقل مثالی که برای شما زمین واحد سلامت با هم تولید واکسن مجموع ما مؤسسه همکاری داشت که پروژه بود زیر نظر شهید فخری‌زاده داشتم وزیر محترم دفاع اعلام کردم من میگم اینا همینم نمیگفتم متعدد پروژه‌ای هستش که مجموعه داره انجام میده خود بچه‌ها اینجا خبر ندارن یعنی چی یعنی واحدای دیگه خبر ندارن بعد اینا خودکفا یعنی چی یعنی اون واحد مهندسی اگه درآمدی داشته باشه مال خودشه اون پول نمیگیریم برای یه بخش دیگه مؤسسه ببین مثلا ما میرفتیم موکب می‌زدیم توی اربعین مردم کمک می‌کردن برای موکب ما یک ریال از پول اون موکب جای دیگه خرج نمی‌کردیم حتی اضافه اومده اینا دینار کردیم نگه داشتیم برای سال بعد این طرف پول لازم داشتیم ما شهر ما اجازه نمیده دست ما بسته است خب ببین چه حتی من خاطرم از یکی از این بچه‌ها ناراحت که چرا ما اون سال یادمه ما باید سالی 5 میلیون تومان ماهی 5 میلیون تومان می‌ذاشتیم کنار که سالی بشه 60 میلیون تومان به پول پیشمون اضافه می‌شد پول پیش ما سالی 60 میلیون بهش اضافه میشد مثلا قرارداد بلند مدت بسته بودیم 3 4 ساله بسته بودیم اما طرف میگفت به شرط اینکه 60 تومن هر سال به پول پیش مثلا اضافه کنیم یکی از این بچه‌ها اعتراض داشت که ما این 5 میلیون رو نباید بذاریم کنار گفتم چرا میگفت شرعا این حبس ماله کلی چه دفتر تماس میده فاتر مراجع که ببین یعنی درگیری‌های خدا شده مثلا بعضی از بخش از درگیری‌های ذهنی ما اینه بعضی از همین بچه‌های مؤسسه منتقد که چرا واحد موسیقی رفته فلان میزو خریده انقدر تومن پول داده خب اینا برای من ارزشمنده ها میگم ببین حواسش هست آقا طرف چه میدونم از خارج از کشور گفته آقا من میخوام مثلا بهتون کمک کنم چی مثلا چه میدونم آقا خواستین مثلا ما یه لپتاپ میخوام براتون بفرستم خب آقا نکنه لپتاپش آلوده باشه اون کسی که از آی تی و فنی میگه آ این لپتاپ آلوده است میداد خب چیکارش کنیم بعد بریم بفروشیمش ببین بفروشیمش با پولش مثلا یه لپتاپ بخریم اگه لپتاپ لازم داری بیاریم بعد خب اینو باید آقا چند بفروشیم کجا بفروشیم به کی بفروشیم عوضش چی بخریم اینقدر اینجا بحث صورت میگیری بعضی موقع آدم دیوونه میشه کدوم لپتاپ بخریم چرا باید اینو بخریم چرا اون نه بخریم یعنی به خاطر این ما مثل یه گیاه کویریم که با یه قطرات آب میتونیم زنده بمونیم اینایی که وصل به بودجه همیشه هم هر سال موقع تقدیم بودجه به توسط دولت به مجلس قصه پیش میاد فلان جا ببین چقدر داره بودجه چقدر مصرف نمیگن نمیگیرم که دهنم باز باشه بتونم حرفا رو بزنم دوست. که گرفتنش هم هیچ ایرادی نداره گرفتنش هم اینا مجموعه فرهنگی هستن بودجه فرهنگی دارن ارتزاق ما وضعمون خوب نیست پول اگر میداشتیم من خیلی کارها تو ذهنم هست خیلی طرحا مونده به خاطر نبود پول خب حالا چرا شما میخوای این کار انجام بدم چرا نکنم این کارو اگر انجام بشه من سری میکشم عقبو به محض اینکه کار انجام بشه میکشم عقب میگم خودشون دارن انجام میدن
درست شد. اما ببینم نه، کار رو زمینه من منتظر و نمیستم کسی بیاد برداره، میرم برش میدارم به اندازه وسع خودم. عمده بچه هم که اینجا اصلا همه دانشجو بودن، دانشگاه میرفتیم سخن طرف میمد میگو آقا من مکانیک خوندم، چه کمکی به امام زمان میتونم بکنم؟ میگم بیا به شیعه خانه امام زمان کمک کن. کسی که مکانیک خونده چی بهش بگیم؟ میگیم بیا از امنیت دفاع کن. بیا مثلا ما دستگاه مواد مهندسی مون دستگاه سی ان سی ساخته، حالا ما تمام شده کاراش. خب به وقتش ان شاء الله رونمایی میشه. من خیلی دوست دارم توی فضای دانشگاهی هم، این کرونا کار ما رو خراب کرد، منتظرم خود درست بشه فضای دانشگاهی که آدمای این کاره بیان به ایستن در مقابل مهندسه بیان وایستن نام کن که ببینید آقا بسم الله این دستگاه این عمل کردش ببینید. خب مقایسه کن با مدل خارجی. برای چی؟ به خاطر اینکه جزو چیزای تحریمی بوده، ما وارد شدیم ساختیم و الان دانش اصلا بومی شده. یعنی ما مدلای دیگه هم شروع کردیم طراحی کردن. چرا این دستگاه سی ان سی رو ساختیم؟ چون برای تولید اسلحه دستگاه سی ان سی لازم داشتیم، نمیتونستیم سفارش بدیم بیرون. مقدمه اون چیز ساختیم و به اینجا رسیدیم. خب ما بودجه مثلا ما پول زیادی نداریم، اما همونو سعی میکنیم. و خیلی جاها خیلی از بچه‌ها ببین مثلا حقوقی که اینجا میدم اون آدم خداوکیلی بیرون بعد دوباره بهش حقوق بدن. برای چی؟ برای امام زمانه. و از هر کدومش هم بپرسی میگه زندگیمون برکت داره. میگم خب اگه بیشتر بهت پول نه، خب برو دیگه. اون میگه من زندگیم برکت داره. امام زمان یه گوشه زندگیمه، جایی که گیر این نخ باریک میشه اما هیچ وقت پاره نمیشه. خب این الگویی شده. اصلا ببینید نمیدونم، حالا من چون خیلی جاها رفتم سخنرانی در مجموعه فرهنگی و اینا من دعوت کردن، من شبیه مجموعه خودم ندیدم. نمیگم کم دیدم، ندیدم. درست. از یه جهاتی شبیه یه بخشی از مجموعه اونو دیدم ها. به ما نه هیئتیم، نه یه شرکت خصوصی هستیم، یه چیزی بین تمام ایناست، یه موجود جدیده. خب این موجود جدید، خیلی از بچه‌هایی که تو مؤسسه ما کار می‌کنن قشر خاکستری‌ان. خب قشر خاکستری یعنی چی؟ یعنی که من نرفتم جلو در پایگاه بسیج مثلا فراخوان بذارم جذبشون کنم. طرف مثلا بعضی از این بچه‌ها رو به شوخی مثلا به هم دیگه میگن آقا تو کی برگشتی؟ مثلا تو خط اومدی و فلان چیزا. خب الان مثلا آدم داریم ما چه میدونم توی عروسی ها ارگم میزده. خب بعد خدمت شما عرض بکنم الان نظرات خیلی خاصی در حوزه موسیقی داره. خب صدای قشنگ هم داره میخوندن. خب الان برای ما میخونه بعضا. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این که خب احساس کرده میتونه اینجا کمک کنه. نمیگی من معصوم، حتما خطا داریم، حتما خطا داریم. ببین بزرگترین انتقادات در اون مجموعه ما میدونی به چیه؟ به اینکه چرا انقدر ایدئال فاصلهمون کمتر کن. چرا این اینجا اینجوری شد؟ چرا اون اونجا اینجوری شد؟ چرا این آدم اینجوری کرد؟ و جالب همه‌شون هم وقتی حرف میزنن امام زمان مبنوست. من که از بالا اونا خب بعضا مقطعی نگاه میکنن، یه کنجی یه سری چیزا رو خبر ندارن. خب این اتمسفری که توش ببین مثلا اینجا چه میدونم این بچه‌ها که اینجا هستن خب معلومه کارشون برام مهمه، ازدواجشون برام مهمه، مسائل خانوادگیشون من یه جوری سنم نمیخوره به اینا و اینا دوستان بگم پسرم دخترم. خب حالا یه بابایی یه بچه داره معتاده، یه بچه داره نخبه است، یه بچه داره فلان، بعد همه رو ترد کنه. از اون نخبه بپرسی میگه این چی این داداش شما آبرومونو برده، اون بنازمش بیرون تردش کن آغش کن. من نمیتونم کار کنم تا جایی که بتونم هم سعی کنم بر حفظه نشود. بابا تامینم بعضی از مدیرای مجموعه من نقد میکنن یا مگه ما اینجا مثلا خیریه زدیم؟ مگه ما اینجا اومدیم آدم پرورش بدیم؟ ما کارمون انجام بدیم؟ این آدم داره خوب انجام نمیده، بنازش بیرون. من جا به جا میکنم، انقدر این کار انجام میدم که این درست در بیاد. درست. تا موقعی که این باید به صورت پایلوت، خب الان کاری که ما داریم انجام میدیم که اینو داریم داکیومنت میکنیم، این مستند بشه که این تبدیل بشه به یه الگوی یه کسی دیگه هم خواست اینجوری کار بکنه بیاد انجام. درست. خیلی هم عالی. حالا من قبل از شروع بحث تمام هم و غمم این بود که فرا شخصی فرا مکانی و اینها نه دیگه، واقعا ایدئال و انتظایی، ولی در یه حدی صحبت بکنیم که تهش یه چیزی در بیاد، یعنی صرفا حالا متکی به شخص و افراد خاصی نباشه. ولی خب دیگه بالاخره منم امانت دارم، یه سری سوالام پرسیده شده، یکی یک خدمتتون گفتم، دوم یکم شخصی تر هستین، مطلب در تو خودتون و روز دانشجو و فعالیت‌ها، جنب جوش‌ها، انگیزه‌هایی که داشتید تو دوران دانشجویی و اینکه آیا اصلا ذیل تشکلی خاص بود، نه فرا تشکلی بود.
بله. من اولا خیلی تو تشکل‌های مختلف بودم زمان دانشجویی. با همه رفیق بودم. اسم نمیبرم چون هستن الان دوست ندارم حالا چیز بشه. مثلا من یادم خواهی که از این دوستان ما بود، ما خیلی با هم کلکل میکنیم، بحث میکنیم. قبل اینکه نشریهشو بده بیرون از نظر سیاسی با هم مخالف بود. میاد به من با بخون. من گفتم خب تو مورد، تو این 6 موردی که نوشتی، من مورد 4 موردش این جواب رو بهت میدم. میگفت ای نامرد فلان. خب بعد با هم وای میسادیم نماز میخوندیم. مثلا مقلد های منتظری بودیشون. خب یه جا کارش گیر میافتاد، جز اولین کسی که من به من میگفت با هم بود. من میرفتم تو جلساتشون شرکت میکردم، میشستیم شب احیا. شما فکر کنید که خدمت شما عرض بکنم، آقای تغییر رحمانی دعوت کرد، رفت خارج روز آنلاین مطلب مینوشت و فلان. شب احیای بعدیش یعنی مثلا 21 و 23 خب محمد بسته‌نگار داماد مرحوم طالقانی دعوت کرد. خب اینا رفت حرفش میشستیم با من، با آقای تغییر رحمانی نالا یادش میاد یا نه الان نمیدونم کجاست. خب نشستم، یادم با این ماکسیمای اومده بود، عشان حضور ذهن دارم توی خونه دانشی بود، نشستیم کلی بعدش صحبت کردیم که چرا اینجوری، این چرا اینجوریه، انتخاب دانشجویی همین دیگه. من میرفتم نگاه میکردم. بعضا میدونم مثلا یه سری بچه بسیجانشین میگفتن این چرا با این وریا میپره؟ چرا بچه بسیجان میرفت؟ خب میرفتم گفتم آقا بیام در این که ما حرفی نداریم. من یادم یکی از همین بچه‌هایی که خدمت شما عرض کنم الان طیف لیبرال محسوب میشن، تو توییتر هم دیدمش چند وقت پیشتم، هنوزم دیدم اون حفظ ملیت براش مهمه، دیدم همون رویکردش رو حفظ کرده. یادم اکبر گنجی که رفت از ایران، ایشون اومد یه چیزی نوشت که پهلوان اکبر مرد. و برای اون نگاه پهلوان اکبر بود مثلا. پهلوان اکبر یعنی چی؟ رفتی تو، تو هم رفتی زیل آمریکا، تو مگه اینجایی داری مثلا فلان میکنی؟ از نظرم یادمه بچه های خودشون بهش حمله کردن که این چه حرفی تو زدی، چرا فلان میکنی، نباید اکبر گنجی بینی. اون آزادگی رو داشت. ببین این آزادگی و این حریت مهمه. کسی که حق طلب باشه ها تو عاشورا مثل حور میره سمت محسن. این زیسته حق طلبی رو. کسی هم که حق طلب نباشه ولو به جبر روزگار توی خانواده حزب اللهی مذهبی به وجود باشه، تو بزنگاهش تو کوچکترین امتحان و ابتلاء الهی میزنه اون طرف که خدا هم حتما اون فرد امتحان خواهد کرد. آقای قرآن فکر کنم توی بگید ایمان آوردیم ولتون میکنم، نه خیر امتحانتون میکنیم، پیغمبرش خدا امتحان میکنه. هیچ کس فکر نکنه اینجا مثلا پارتی بازی هستشون. اینطور باید بشه. بله ما فعالیت دانشجویی داشتیم، زد و خورده دعوا بگو بخن فلان همه اینا بوده و خیلی وقتا من مثلا میرم یه جا سخنرانی، میدونم اون کسی که منو دعوت کرده چه حسی با هم داره، میدونم چون خودم مثلا من خستم کوفتم میمیت ولت نمیکنم. خب تا تو رخت خواب بخواد باید بیاد آقا ولمون کن دیگه، استراحت کن مثلا یکی نصف شب. اما میدونم اون دوست داره مثلا آدمو پشت تلویزیون دیده. من یادم دانشگاه شاهرود که بودیم، یه روز دانشجو می‌خواستیم دانشگاه صنعتی شاهرودی مراسم برگزار بکنیم، خدمت شما عرض بکنم اون استادی که می‌خواستیم دعوتش کرده بودیم قبل دانشگاه ما دانشگاه سبزوار بود، باید می‌رفتیم از دانشگاه حکیم سبزواری از اونجا میآوردیمش. خب مسئول برنامه من بودم، مثلا شما فکر کنید مسئول برنامه من بودم، با همون بنده خدایی که راننده که گرفتیم تاکسی تلفنی ماشین فرستادیم ایشونو بیاره، چون از اونجا باز می‌خواست بره تهران دیگه، نمی‌خواست بره یعنی سبزوار بخواد برگرده، می‌خواست بره تهران. الانم مسئول روزنامه ایشون. خب خدمت شما عرض بکنم که رفتیم دنبال، من خودم رفتم مسیر رو، مثلا 270 کیلومتر فاصله است بین شاهرود تا سبزوار، رفتم که تو راه اومدن از ایشون بهره ببرم، سوال بپرسم. خون بنده خودم خسته، یه دقیقه مثلا میره بخوابه تو ماشین. خب اینا از دعوا شده، بحثای پیش اومده. آیه این شیطنتای دانشجو هم فراوان میتونم مثال بزنم که حالا به ناکجا آباد کشیده میشه. خیلی من خودم جزء شیطونا بودم محسوب میشدم، یعنی کاملا محسوسه. یه جان توی یکی از این خاطراتم زمان دانشجویی رو گفتم، این شیطونی که سر مدرسه و بعدش دانشگاه میکردیم. هی بابا اما خودم به زور نگه هم میدارم میبرد. اما درس هم بودیم منصفانه بگیم. خیلی هم بودیم. خب دیگه بحثای شخصی سوالاتش هم تمام شدم. این دوتا بود کاری اولی که خیلی کلی پرسیدم، دومی هم که مربوط به خودتون بود. من اخیراً هم به واحدهای مختلف مؤسسه گفتم که با توجه به همین خودکفایی که اینا دارن، یعنی مثلا اگر مثال میزنم واحد سلامت درآمدی بخواد داشته باشه باید بیاد اعلام کنه.
وظیفه ما نیستا. هنوز شروع کردم، از واحد خانواده اومد اعلام کرد من انقدر مشاور خانواده داشتم، انقدر گرفتم، انقدر اینطور، الان مانده تا صندوقم 2,500,000. کجا فقط اینو اعلام میکنید؟ به توییترشون، توش همه اینو بر خوش شبکه اجتماعی خودشون رو دارن، تلگرامشون رو دارن، هم شبکه داخلی کشور خودمون رو دارن، پیج اینستاگرام دارن و هر چیزی که مردم دنبال ارتباط با مردمیم دیگه. حتی یه دوره‌ای که چیز قطع شد، تلگرام فیلتر قطع شد، اینترنت و این قصه ها، ما مخاطب خارجی داشتیم، کلی تماس با مؤسسه که آقا ما شبکه های داخلی ایران رو نمیتونیم عضوفیم، ظاهرا همچین مشکلی وجود داره، یعنی مثلا طرف که تو خارجه نمیتونه عضو سروش یا مثلا ایتا بشه. خب من برای اینکه کار غیرقانونی انجام ندم، رفتم مجوز گرفتم که ما تلگرامونو بیاریم بالا، تلگرام کماکان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بالاخره مخاطب خارجی ما کلی ایرانی مقیمه، یا مثلا مساف کلی مخاطب فارسی زبان ها دیگه، مخاطب افغانستانی داره. درست. خب یعنی شما مثلا توی گوگل با آی پی افغانستان مثلا گوگل ترندز رایفی پور رو سرچ کنید، ببینید کلی از افغانی که وی پی ان هم نیست دیگه افغانستان، خب از افغانستان رو سرچ میشه. من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به اون مخاطب. ما نظرسنجی های انجام دادیم خدمت شما عرض بکنم، پرسیدیم که ببینیم مخاطبمون چه سنی ان، چه جنسیتی ان، بیشتر چه تحصیلاتی ان که متناسبون. الان ما مثلا واحد کودک هم داریم، کودک نوجوان جدا داریم، برنا، بعد واحد خانواده، همه اینا الان باز یکی شدن، شده واحد خانواده. خب یعنی از بچه کوچیک خب تا سن بالا تا ما همه داریم پوشش میدیم. درست. به اندازه قد و قواره خودمون، نمیگم هم خیلی عالی موفقیم، نمیشه خودم منصفانه با من یه ناظر سوم بخوام حرف بزنم که مجموعه نیست که فرهنگی که من نشناسمشون، تقریبا عموم اینا رو میشناسم. آره موردی هم بله هم اطلاع نداشم. درست. من مقایسه میکنم قابل حتی قیاس نیست تو دست آورد، توی اون آخه از چی داره چی رو به دست میاره، با چه منابعی، این خیلی مهمه. خب قابل مقایسه. بله مشکلاتی هم داریم، معصوم که نیستیم، میپذیریم و سعی هم میکنیم انشالله بله درمانش کنیم، رفعش بکنیم انشالله. یه مسئله ای که هست دوستان تاکید داشتن روش، اسم این بیماره رو واقعا دوست ندارم بیارم، خیلی سنگین شده، انقدر همه جا میگن این بیماری منحوس. من خودم امروز واقعا یه مسئله میخوام صادقانه بگم، امیدوارم دوستانی که امروز صبح باشون جلسه داشتم نشنون. من همیشه عادت دارم جلسات اینترنتی حالا مجازی که میشه پشت میزی چیزی بشینم، حالا لپتاپ رسمی برگزارش کنم. امروز واقعا خیلی صبح خسته بودم، جلسه‌م 7:30 بود، واقعا حالا تو بستر لم داده بودیم، لپتاپم روی پام بود صادقانه. بعد خودم حس کردم واقعا این مشارکتم، این انگیزم واسه مشارکت تو بس اومده بود پایین. حالا اینو واسه چی گفتم؟ این مقدمه ایه. الان این بیماری منحوس باعث شده که تشکل‌ها، مجموعه‌ها، مخصوص اونایی که حالا یکم سازمان یافتگیشون کمتر، دانشجو محورن، یعنی ذیل یه حالا ساختار حقوقی خاص نیستن، از هم دورن، جدان. حالا این مسئله مطالبه از یه طرف، اون مسئله حالا اون جنبش شکل دهی جنبش دانشجویی از یه طرف، با این بیماری و این شرایط چه کنیم؟ آیا بگیم فعلا بی خیال شیم تا یه سال دیگه؟ آقا میخواد بپذیرید، میخواد نپذیرید، این کرونا تموم شه میره. اما فکر نکنید این قصه که تو شبکه اجتماعی فرهنگ شد و آمد تموم میشه، نه، بعد از این قطع به یقین خیلی از اساتید خواهند گفت بچه‌ها اصلا چه کاری بیایم؟ با اینکه میتونن بیان. آره. استاد ارشد، استاد دکتراست، دو نفر سه نفر سر کلاسن، چهار نفر سر کلاسن، آقا بیایم توی گروه لایو از خونمون بشینیم برگزار دیگه، زیر ساختش هم هست، زیر ساختش هم وجود داره دیگه، نمیشه حذفش کرد. نه اصلا ما وارد حکمرانی مجازی شدیم. من تو بحث نقد دنیای پسا کرونا اینو عرض کردم. خب حالا یک از دلایلی که بنده معتقدم این بشر ساخته، من اینو فارغ از اینکه بشر ساخت هست یا نیست نقد کردم، یه دلیلم همینه. ببین شما حتی این برخ از این مسئولین لخت ما رو، کرخت ما رو، اگه 10 سال آرزو دارن ذوب در غرب بشن، آرزو دارن اولو به غربی من پیدا کنن، اگه 10 سال کلت بالا سر اینا میذاشتی خب که بیان اینجوری وارد فضای مجازی الان شدن بشن، نمیشدن. کرونا مثل کاتالیزور عمل کرد، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم. درست. فکر نکنید تموم شد دوباره همون قصه است، همون فلان، نه، بخش از اینا عادت مردم میشه. یعنی اگه شما همین الان نمیدونم ما الکلمون بر دستمون هدفون رو تمیز بکنیم، فکر نکنید مثلا کرونا تموم شد دیگه اینو میذاریم کنار، نه دیگه ما عادت کردیم. بنا دقت بکنه آمار سرماخوردگی هم اومده پایین، آمار آنفولانزا هم اومده پایین. چرا؟ چون همه دیگه دارن رعایت میکنن. دقیقاً. درست شد. خب
یعنی تبدیل به بخش سبک زندگی ما میشه. نمیگم حتما، نمیدونم چند درصد، 10%، 20%، 50%، اما یه بخشش حتما خواهد ماند. درست، حتما خواهد. مدارس الان چقدر الکی نماد چه میرفتن میومدن، یه جای لازمه ها اون حضوره. اما اینجا لازم ها کلاس ورزش تو خونه چجوری برگزار کنه، دو تا تیم بعد بجام بازی کنن دیگه. خب اما یه بخشی هم واقعا دیگه لزومی نداره. خب فرهنگش هم درست میشه. اوایل یادتون باشه هر روز یه قصه از این کلاس‌های لایو بود. هر روز شاگردش آقا به این مامانه چی گفته، بابای چی گفته، خانم معلم داره حرف می‌زنه، شوهره اون پشت رد یه چیزی میگه، برعکسش نمیدونم. هم یادش عادی میشه، یعنی که جذابیت نداره برای مردم. ما خب فهمیدیم که اینطوره. این تشکر دانش‌آموز باید بفهمن. ببین الان مثلا آیا ما الان مطالبهمون رو بی خیال شدیم؟ نه. شبکه‌های اجتماعی داریم مطالبه انجام میدیم. قبلش هم شبکه‌های اجتماعی بودیم. خب همین الان آقا فلان نماینده مجلس میرن زیر پیجش، توییتش، فلانش، بهمانش، آقا بیا این چی شد، بیا پاسخگو باش فلان، و بی خیال ماجرا نمیشیم. از قضا کارو خیلی راحت کردن، فرصته. من اینا رو نعمت میدونم، نه نقمت. ما بعد استفاده میکنیم میشه نقمت. درست. ما کج استفاده میکنیم، اشتباه استفاده میکنیم. اینا درست استفاده کنیم چه ایرادی داره؟ خب و از قضا یه مزیت هایی داره که هرگز جز اون این مزیت ها رو نداره. خب شما میگه آقا من تو رخت خواب دراز کشتم داشتم کار میکردم. خب بده مگه؟ مگه بده واقعا؟ شما فکر کنید مثلا اصلا یه تایمایی هست مثلا تو زمستون یه نفر میاد سر کلاس سرماخورده بود، همه مدرسه سرماخورده، همه کلاس سرماخورده. آقا یه تایمای اینجوریه مثلا آلودگی هواست و رفت آمد کم بشه. خب مدرسه باز میشه، اگه خاطرتون باشه این ترافیک مدرسه پدر مادر. خب آقا میشه بگیم آقا این هفته آلودگی هواست، کلاس‌ها لایو برگزار شد، لایو برگزار شد. آره ترکیبی به نظر من میشه، بعد مردم خوشون آماده کنن. دهه پیش رو و این 10-20 سالی که بگیم پیش رو، دهه حکمرانی مجازی و آمدن هوش مصنوعی و گرفتن جای انسان توسط هوش مصنوعی، درست، و به حدی پیشرفت بکنه که عرصه ای از زندگی نمیمونه الا اینکه باید شما از دیدگاه و از جنبه و زاویه فضای مجازی براش پاسخ داشته باشه. خیلی عالی. یه سوال دیگه ای که مطرح هست، نمی کنید من الان به عنوان دانشجو یه تعهدی به دانشگاه هم پیر دانشجو ای بابا آخه من نمیدونم شما هنوز مونده یا نه. ما اون موقع که دانشجو بودیم این بچه ها که میمدن ترم یک بوده بشیم گفتیم ترمک، هنوز هم میگن یا نه؟ آره میگن، میگن. آره ما گفتیم ترمک. خب اینا اذیتشون میکردیم، این بیشتر تو کارشناسی بود واقعا. آره تو ارشد نشد، نه نه دیگه پختگی به وجود آره. اما کارشناسی مد نظر من، اما اول که میاد اینا بعد باج میدادن، آره کتک میخوردن بعد اذیت میشدن. نمیدونم بنده وای بالا یه ترمی بعد میگذشت اینا وای بالا که خواب بایی میشدن و با یه ترم بالای خواب هم اتاقی پوست دیگه تهش بود دیگه. آره این نگیم دیگه، بهتر همینجا بس تام. آقا میگم پیر دانشون طرفش هم ترمک داره. آره خب از این جهت واقعا خوبه، حس خوبی بهم دست داد. من یه خاطره براتون بگم. لا خدا یکی از این خوابگاه دانشجویی تماس گرفتن آقا یه مشکلی پیش اومده بیا کمک کن. دزدی میشد حالا. ای بابا. آره بعد من رفتم اونجا و دیدم که دمپایی که برشن دزدیدن اومده اینجا، گفت آقا دزدی شده و فلان و امان. خب من نگاهم به این مسئله کار فرهنگی بود، گفتم که آقا بیاد حلش کنید، این بحث ها نیست فلان، بگذاریم. حالا رفتم توی یکی از این اتاقای این بچه‌هایی هم که مثلا خیلی هم رودربوسی داشتن با ما. من یادم میاد دارم ورق بازی می‌کنم، پاسور دارم بازی می‌کنم. تو من دیدن اینا حالا برای چی اینجوری کردن؟ الان منم خیلی مثلا بگید مثلا یقر می‌بستم مثلا فلان اینجوری هم نبودم. آقا یکی اینو پخش کرد زیر این پتو کی اون پتو فلان و اینا. گفتم که اینا چیه؟ بعد گفت من شما نمی‌دونی. گفتم نه. سر کارش گوشم الان. گفت اینا چیزه، کارت مثل کارت ماشین بازی هست. اینا رو اینجوری با پلاستیک درست کردن که خراب نشه. خراب نشه. آره خب نامرد. بعد ما نشستیم گفتم آقای ماجرای دوزیه چیه و فلان، و به سر جزء بالایی‌های و خوابگاه و بقولی چی میگن تو زندان؟ سال بالایی؟ نه تو زندان چی حبس بند چی بند میگن؟ نه وکیل بند. آره وکیل چی میگن؟ آره خب بقول وکیل بند خوابگاه. خب بعد حالا این چند تایی که مثلا اینا پخش و پلا شده یا دبیستاش که دست ما بود، همینجوری من تو دستم که گرفته بودم، نگو من دارم اینجا با اینا تو دستم گرفتم، حواسم نیست دارم اینا رو اینجوری بر میزنم. بعد من اینجوری همینجا در انتظار نگاه کنم، میگن که گفتن آقا تو میدونی اینا چیه؟ گفتم آره من معلومه میدونم، خودت سر کار بذار. خب حالا همه چی هست، حالا اتفاق میفته. خدمت شما عرض بکنم که یه الانم بچه‌ها الان فضا خوابگاه که دیگه نیستن الان بخاطر متاسفانه. بله
ای کاش اینو چیز کنن، درک کنه که بعدها به این روزگار، به این خاطرها رجوع میکنی و کیف میکنی. یه نکته همین الان به ذهنم رسید، یه دانشجوی خانومه کشمیری، اهل کشمیر، کشمیر در واقع حالا بگیم هند، پاکستان، کجا، شیعه. میدونی خیلی برای پزشکی خوندن بلند میشن میرن هند، هم ایرانی خودم میرن هند. ایشون به خاطر ارادتی که به جمهوری اسلامی داشته بلند شد من ایران درس کنم. خب یه مدت که گذشته گفتم پاشو برو شهرتون کلاس لایو باید برگزار شه. حالا چی شده؟ به خاطر قیام مردم کشمیر هندوستان اینترنتو بسته. خب ایشون اونجا نمیتونه به اینترنت وصل شه. از این طرف هم دانشگاه حرفشو گوش نمیکنه، میگه به من ربطی نداره، مشکل خودته. خب اومده بود به مؤسسه مساف رجوع کرده بود بنده خدا، من میگفت من باید چی کار کنم، من اینجا بمونم؟ رام نمیدن اصلا تو دانشگاه، تو ایران بمونم برم یه خونه دیگه بگیرم، مثلا وسع مالی نمیرسی به خاطر یه لایو. خب برگردم اونجا میگن تو رفتی اونجا درس بخونی، یه مدرکی برام بیار درس بخونی. رفتم دانشگاه میگن انقدر با پول بریزی که مثلا پزشکی هم داره میخونه. خب و چقدر ایشون یه حرفی زد خیلی برام سنگین بود که میگفت من بابت این که ایران دارم درس میخونم دارم حرف میشنوم و اینجا هم دارم حرف میشنوم. خب این مسئول دانشگاه علوم پزشکی فکر بکنن. من برای نامهشون گفتم برید برای یکی از مسئولینم فرستادم، متأسفانه جواب نداد. خب ما یه فکری بکنیم بنده خدا بکنید که یا مدرک بهش بدید پاشه بره، بگید آقا تا انقدر خوندی تا ترم بره بقیش یه فکری بالا خودش بکن. یعنی ما یه جای این خراب، این بعد اینکه مشکل توه، این مال غربیاست، مال ما نیستش. برای یه مسلمان مشکل مسلمان دیگه هم هستش. خب این بی پناه شدن این بعد لحاظ بشه. خدا میخواست به ذهنم برسه که حالا این دانشجو، حالا مسئول دانشجو علوم پزشکی مشکل این بنده خدا رو حل بکنم و اینا من مجبور میشم یه خورده دیگه مطالبه جدی‌تر بکنم که این افرادی از این دست بعد لحاظ بشن براشون ان شاء الله. که میگه به من چه، هندوستان اینترنت رو بسته، یعنی چی به تو چه؟ چی بگم؟ میفرمایید حالا بزنم توی دانشگاه ما یه دفاعی بکنم. دانشگاه ما الان خوابگاه برای دانشجویان خارجی بازه، یعنی یه خوابگاهی برایشون تخصیص دادم و اونجا دارن چیز میکنن. خوب دیگه، این حالا خوبه علامه بزرگوارید. یه مسئله ای که هست، من به عنوان پیر دانشجو به دانشگاه خودم، ولی جدی اینو به عنوان دانشجو جوانتر میگم، من که داره درساشو میگذرونم، یه تعهدی به دانشگاه دارم، باید یه سری درس‌ها رو بگذرونم. من به زحمه، من دانشجوام، شاید بعضی از درس‌ها به دردم در آینده نه. قضیه اون انتگرالیه که میگن خب الان چی شد، چه کنیم؟ اونها رو ول کنیم، خب معدل و فلان و همون مسئله دار میشه، صرفا بچسبیم به اون. اینو قابل جمعه. یکی از مشکلات بچه‌ها تو تشکل دانشجویی اینه که همشون مشروط میشد. میده طرف مثلا یکی نمیدونم مشروطه، اون یکی نمیدونم مردوده، اون یکی نمیدونم فلان. این نمیشه که. اولویت این که اصلا تو دانشجویی تو زمانی دهنت بازه که بگن دانشجو درس خون هم هستی. اینو قابل جمعه. طرف میخوام این چرا یه روحیه توتالیتری ما داریم، میخوام همه کارو خودمون بکنم. بابا کار بسپرید. من همیشه به دانشجو مثلا دانشجو ترم 1 رو برمی‌داشتم گفتم آقا بیاریدشون کار یادشون بدید، اصلا بسپرید بهشون، بگو به من ربط نداره، تو باید برگزار کنی. یه بار خراب می‌کنه اما یاد میگیره. خب درست. ببین دانشجو مثلا ترم 1 چه کسی آدم حسابش نمی‌کنه بنده خدا وارد دانشگاه، از ترم 2 مثلا می‌خواد وارد تشکل بشه، تازه ترم 3 و 4 چهره میشه، جا میفته، یه چیزی که می‌خواد برای ارشد بخونه، درسته، دوباره نمی‌تونه. وای نمیشه، یا باید برای ارشد نباید بخونه، اما این قابل جمعه. اگه از همون ابتدا بیاد شما یه ماه طرف رو کار را بندازید. چرا؟ ما میگم میخواد بخواد شق القمر بکنه، آقا میخواد چه میدونم یه همایش برگزار بکنه، یه دوره برگزار بکنه. من یادم دانشگاه صنعتی شاره یه دوره چیز گذاشت، همایش کشوری روباتیک گذاشت. بعدش همه این بچه‌ها یکی پدر مادرش میومد شاکی دعوا، اون یکی نمیدونم چی، همه بندگان خدا تیکه پاره شدن. خب یعنی تسبیح که نخش پاره بشه، همه پخش و پلا بشن. چرا؟ چون میخوان همه کارو خودشون انجام بدن. و این اشتباه. آقا ما کارو بسپریم، بونو سپاری کنیم، بگیم یک نفر دیگه بیاد انجام بده. من یا مثلا تو تشکل دانشجویی مشکل مثلا چی می‌دونم؟ تشکل همسو. این هفته این دعوت می‌کرد، همون روز چه یه سالانه دیگه یکی دیگه دعوت شده. و چرا این کارو می‌کنید؟ بیاید همون اول سال با هم دیگه بشینید، حتی برای تشکل مخالف. بیاین آقا نگاه کن، ما سری همایشا داریم آقا در مورد نمیدونم چه. اصلا تشکل‌های مخالف میتونن با هم دیگه چیز بکنن، خدمت شما عرض بکنم، هم پوشانی داشته باشن. میگه آقا مناظره میخوای برگزار بکنی؟ آدم شما کیه که از نظر سیاسی با شما موافقه؟ من آدم هم اینه، بیا ما مناظره بذاریم. دو تا تشکل با هم برگزار کنن. ما این کارو کردیم ما. درست.
خب چه ایراد چه نشدنیه؟ آقا این هفته آقای ایکس میخواد بیاد، باشه برنامه دیگه نذاره، همه دانشجوتون بهره ببرن. بعد نیاز به یه فرصت داره این مطالبش هضم بشه، هفته بعد فلانی بلند شه بیاد. این الگو نه تو دانشگاه جایی، من یادم میاد اردکان رفته بودیم سخنرانی جالبه، من توی چیز توی فرودگاه آژای نقویان دیدم، خب کجا دارم میگفتم برام میاد، گفت منم مسافر یزدم، میگم تو هواپیما کنم بشین. اما موقعی بود که این بحثا پیش اومد، یه صوتی ازشون اومد بیرون، گفتم قصه چیه ماجرا چیه، بن تو اونا توضیح بده. تو هواپیما هم جابجا کردم، یکی از مسافرها کنار هم دیگه نشست، رسیدم اونجا گفتم حالا کجا، ما گفتم آخه برام اردکان، گفت منم میخوام برام اردکان. آقا با یه ماشین رفتیم، یه ماشین الکی اومد دنبالمون، یکی جفتمون دیگه اون که خالی دنبالمون، تو راه که داشتیم میرفتیم ایشون گفتش که یه سخنرانی کلیپ از شما در مورد امیرالمومنین صحبت کردی، حاج آقای فرحزاد دیده خیلی خوشش اومده، بذار یه زنگ بزنم بگم اینجایی. گفتم چرا، گفت آقای فرحزادم آخه اردکانه. یه گوش کنید من حاج نقویان حاج فرحزاد یه برنامه سمت خدا رفتیم اونجا، دیدیم بنرای حاج آقای عالی خورده. خب و جالب چیه، یه کمی گذشت نیم ساعت اول آجای نقویان ما پیاده کردیم، ماشین که دنبال من اومده بود مسافر، بعد اومدیم این یکی رو برسونیم خدمت شما عرض کنم، اون طرف دیدیم که بنر سردار نقدی هم اومده بود برای سخنرانی، یعنی 5 تا چهره کشوری همه بعد از مغرب عشا. بابا میخواد یارکشی کنید، مسابقه است، یه شهر مگه چقدر ظرفیت داره که مثلا کوری بخونیم؟ نه، پا منبر من 2000 نفر اومدن، مسجد ما 2000 نفر اومدن، حسینیه فلان اینا 500 نفر. شما فرض بکنید همین 5 نفر با فاصله یه هفته دعوت می‌شدن. یه ما یه ماهونی شما برنامه داشتید تو شهرتون. همه میتونن استفاده کنن. این معضل همه جا هست. برای چی؟ برای اینکه ما ایرانی‌ها فردی کار می‌کنیم. ما کار تیمی نیستیم، کار گروهی نیستیم. بشینن تشکل دانشجویی مثلا چه می‌دونم همون روز اول دور هم جمع بشن. بگن آقا ببین رایان نور مثلا من بسیج میبرم، آقا برنامه مهدویت بسپر من کانون مهدویت برگزار میکنم، آقا فلان مناظره من جامعه اسلامی میخوام بذارم، اون یکی آقا انجمن اسلامی میخوام، اون نمایشگاه رو هم چه یادی داره، همینطوره برنامه همینجا یاد بگیرن که تو مسئولیتشون هم بتونن تیمی عمل بکنن، همینا فردا مسئول میشن، همونجا هم تکرفی میکنن. بسیاری از مشکلات کشور ما میدونی چه، میرن مثلا بهش رهبری میگن آقا این کارو بسپر به ما، به خودم بسپر من برات حل کنم. هنر اگه مردی با بقیه کار کن. کار کن. باشه تو یه نفری میتونی، اگه تو مردی چیکار کنی؟ سگ تو کنی مردی. از نظام برگشتی، چه خاکی تو سرمون می‌کنی؟ ساز و کار باید درست بشه، منطق و حکمرانی باید درست بشه، ریل گذاری درست بشه. یه فیلمی میاد بیرون، یه روستایی مثلا چپرنشین بچه‌هاش مدرسه نه. وزیر آموزش پرورش میگه یه کانتینر بردیم اونجا. این حکمرانی صدقه‌ایه. بهترین عنوانی که میشن گذاشت حکمرانی صدقه، اگه شما مردی درستی بیاید درست میخواد عمل بکنید، بیاید قانون گذاری کنید، بودجه براش لحاظ بشه، تمام اینا یک شناسایی بشن، ببینیم چه جوریه، بریم برای همشون کانتینر بریم بذاریم. اگه روستای بیخود برای دو نفر میخوام، نه آقا تو باید بیای مدرسه، نه مدرسه رو برات میارم، حتما باید منتظر باشیم یه جای صدای آخی بلند چه صدای دردی داره که بدیم درمون ببریم مسکن ببریم. من اینو قبول ندارم و این خیلی از این چیزا میگم خیریه درمانی. خب مثلا یه کودک کاری باش برخورد بد صورت گرفته، فیلمش میاد بیرون، بعد چیکار میکنه همین اصلا نه عنوان بدی استفاده همین تو شبکه‌های اجتماعی هستن، ولن تو شبکه‌های اجتماعی مثلا میرن اون کودک کارو پیدا میکنن، یه بار یه چلو کباب براش میخرن تو رستوران باش عکسشون هم میذارن. ای بابا چی دومره چی؟ خب به همون یه نفر یه بار چلو کباب داده حل شد، حالتون خوبه؟ بیاید یه کاری کنید کودک کار نباشه، بیاید یه کاری کنید اگر هستن نمیتونیم فعلا جلوشو بگیریم، یه پروسه 10 ساله است میخواد جلوی حسین کودکان کارو فلان چیکار، بیاید یه کاری بکنید که اینا تغذیه داشته باشن، نون داشته باشن بخورن، حداقل اوضاعشون بهتر بشه. درست، خیلی عالی شما رفیق، من واقعا ممنونم از سید صدرتون، خیلی واقعا ممنون، یعنی انرژی گذاشتید. من یه سوال آخر میپرسم بفهم. و بعد دیگه جنبندی نهایی با شما نگاه کنید، دیگه ساعت 9 رد شد یا شب همینجا بمونید؟ آره دیگه همینجا ان شاء الله، شامی هم بی زحمت داده در مورد دانش، واقعا اینو صرف این که حالا من دانشجو دانشگاه الان اصلا نمیگم، واقعا این دغدغه برام هست، یک دانشگاه علوم انسانی، اصلا مسئله علوم انسانی، چون نگاه کنید الان مثلا از بچه‌ها نمیخوام واقعا وارد این بحث بشم کی بهتره کی بدتره، نه میخوام بگم نگاه کنید در مقابل دوستان فنی، دانشجویان فنی علوم پزشکی، ما اون خروجی نهاده، اون خروجی که میخوایم بدیم بیرون، پیامدی که داریم واسه جامعه، مثل اونها زیاد ملموس نیست. نه اصلا شمایی واقعا اصلا نمیخواستم خیلی نه واقعا نه. بگم
اصلا علوم انسانی ریل گذاری میکنه. شما تو همین دست نوشته ها و متنایی که شهید فخری زاده اومده بیرون، ایشون داره میگه بابا ما تولید، ایشون فیزیک خونده است، این نفر که اصلا رسما علوم پایه داره میخونه، فیزیک داره میخونه، داره میگه فلسفه اسلامی. برای چی؟ به خاطر اینکه ببین یه نفر میاد یه نظریه میده میشه مارکسیسم، دهه ها هزاران مهندس مبتری بر نظریه اون میرن کارت میکشن توی کارخونه، اینا باید برن کار کنن. اصل اینه، این علوم انسانی باید به معنی واقعی کلمه پیگیری بشه. خب همین الان شما نگاه بکنید، مثلا دانش پزشکی مقابله با کرونا، سازمان بهداشت جهانی پروتکل است که الحمدلله جمهوری اسلامی که اصلا دیگه در عمل پروتکل های خدمت شما از کنم سازمان بهداشت جهانی میکنه پاپ کاتولیک تر از خودش هم زده جلوتر این آقای. خب شما نگاه بکنید که ببینید حالا منطق علوم انسانی اینجا رو ببینید، ترکیب رو ببینید چطور میاد اینا قابل، من اصلا این دوگانه سازی هم خیلی خوشم نمیاد، آیا علم اسلامی هست نیست نمیدونم فلان این حرفا. خدمت شما عرض بکنم که رو همین منطق، رو همین منطق کمک مؤمنانه شکل میگیره. این که علوم انسانی ها، این که پزشکی نیست. بولم شما زد دوفونی کنن نمیدونم، تا حتی برن تو بیمارستان، تا برن توی غسالخونه جنازه کرونایی بشورن، این یه بخش اون علوم انسانی، یعنی یه عقیده، یه پارادایم فکری، یه ایدئولوژیه که اون فرد داره میگه که بلند شو برو آب میوه بگیر برای این بیمارا توی فلان. خب یا این چه میدونم پرستاری که کف دستش میمیسه روی گان روی پشتش مینویسه آقا امشب نمیدونم نظر فلان شهید وایستادم اینجا. خب این چه، این اون تأثیری که اون دین بر روی این علم داره میذاره، یعنی اون ریل گذاری از اون جهته. ببین مثلا ما توی بحث موشکیمون اگر نقطه زن شدیم میدونی به خاطر علوم انسانی مونه. جدی عرض میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مراجع ما، رهبران ما اجازه نمیدن همه میگن فقط باید دشمن کشته بشه، مردم عادی نباید کشته شن، برای همین ما مجبور شده موشکمون نقطه زن کنیم. تحریم بمب اتم، حرام بودن بمب اتم ناشی از چیه؟ ناشی از علوم انسانیه. فتوای حرام بودن بمب اتم علوم انسانیه. این علوم انسانی که جهت میده. ببین و اینم دو بخشه، یک گاه یه نگاه اینه که ریل گذاری میکنه، یه نگاه اینه که شابلون میذاره، اینا فرق داره. درست. یعنی چی؟ یکی از ابتدا ریل گذاری کرده، اصلا در دانش مهندسی که شکل گرفته هم تأثیر میذاره این. یعنی اون مهندسی که مثلا ذیل تشیع شکل میگیره فرق داره با اون مهندسی که ذیل مسیحیت شکل میگیره و یه بیدین شکل میگیره. درست شد؟ خب اصلا دانش معماریش متفاوت میشه. خانه های من مسلمان مبتنی بر معماری اسلامی که بحث درونگرایی در شیک اصله و حفظ امنیت خیلی مهمه، یه شکل خونه میزنه بیرون از اون مهندس، یه مهندس اروپایی یه خونه دیگه. درست شد؟ یه موقع هم اصلا نه، دانش تولید شده توسط غربیه، منتها چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اتفاقی که افتاده اینه که من شابلون میذارم، یه خطی میذارم، یه شمشیری میذارم، میگم این بخششو قبول دارم، این بخششو قبول ندارم. ببین ببین مثلا یه مثال برای شما بزنم، مثلا معماری چون مثال زدم، ببین خونه های که مبتنی بر اسلام ساخته میشه، یعنی شما دین باید میگه حریم توش مهمه، این مبنای روح انسانیش. حالا من معماری باید هول اون بسازم دیگه. خب برای اینکه بسازم، خب آیا این سرویس بهداشتی باید همین مدلی که اینا میسازن باید، یا اینکه الان حموم میسازن یه شیشه است فقط؟ او غربی داره این کارو میکنه دیگه. خب اصلا از بیخ متفاوت به وجود. یه موقع هست میگم نه ببین این معماری که ما داریم، خب این معماری معماری اسلامی نیست، اما ما اسلامیزش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شابلون میذاریم، یه باید نباید میذاریم. مثلا چه میدونم محرم نامحرم برای ما مهمه، خانمی که توی آشپزخونه داره غذا میپزه نامحرم نباید ببینش، نامحرم همونجا تو حال نشسته. میاد چیکار میکنه؟ این خانم چادر سرش بکنه، حالا اومد یه پرده کرکره ای گذاشته روی این که مثلا کشیده میشه این طرف اینجوری. ببین خب اینو داره چیکارش میکنه؟ داره اسلامیزش میکنه. خب الان ما در حالت اول، یعنی که ما برخورد با این علوم انسانی غربی چیکار کنیم؟ قبض و بست شریعت صورت بگیره ظرف های سروش. ببین میگم که آقا خب این بخش از دینو فعلا میگذاریم، این بخش کشش میدیم، خب دیگه اون وقت چند وقت دیگه این دین اون دین نیست، این دینه اون دین نیست، اصلا یه چیز دیگه میشه. بهائیت که یه فرقه ظالمه میدونیمش، کالت میدونیم، یعنی اصلا تو کشور خارجی هم با کالت برخورد چیزی ندارن، همونجا هم جمعشون میکنن. خب خدمت شما عرض بکنم که یه فرقه ظالمه میدونیم از کجا زده بیرون؟ از بابیه. بابیه کجا زده؟ از شیخیه. شیخیه کجا زده بیرون؟ از تشیع.
این قبض و بست شریعتی که شما صورت میگیری تضمین میدی 50 سال دیگه کلا یه فرقه زاله نباشه که هر کسافت کاری رو مجاز بشماره. درست شد؟ درست. یه موقع هست میگیم کلا وادادگی ولش کن، ما میریم از نوک سر مومون تا نوک انگشت پامون غرق در اینا میشیم، تقی‌زاده آخوندزاده هم سلام گفت. یه بخشم نه سلفی میشیم، مقابله میکنیم، میستیم نزدیک طالقان یه روستایی میزنیم، نه برق داره، نه شناسنامه داریم، نه داروی پزشکی، همینا رو هیچ چی رسمی هست دیگه، نه تمام کرد خودم. یه کار دیگه هم هستش که نه من اصل رو میذارم برای اون ریلگذاری گام دوم، اینه ریلگذاری مبتنی بر علوم انسانی. درست. حالا فعلا اون رو ندارم، فعلا شابلون رو میذارم، میام چیکار میکنم؟ اول استعاره میگیرم، میام ازشون به آریه میگیرم، قرض میگیرم، بعد اینو استحالهش میکنم. ببین مثال میذارم، ما رو بحث تفکیک قوا، خب اینا رو ما از کجا گرفتیم؟ جمهوری اسلامی وقت آوردیم، اصلا ما قانون اساسی ما قانون اساسی کجا نوشتیم؟ معلومه دیگه. خب اما من چرا که یه شورای نگهبان گذاشتم اینجا، این شورای نگهبان شد اون شابلونه. اما بنده معتقدم ریل گذاری از بیخ و بن چیز دیگری است. مثالی که بنده میزنم اینه که ما تا الان به دو تا جمهوری اسلامی تو دنیا فکر نکردیم. همین الان مردم یمن بتونن این شاهشون رو بنازن بیرون، 70% جمعیتشون هم شیعه هستن، خب بخوان حکومت تشکیل بدن، شما چه پیشنهاد داری؟ یه جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی همین ولایت فقیه. خب چه رابطه بین ولی فقیه اونجا با ولی فقیه ما هست؟ ما به دو تا جمهوری اسلامی تو رو فکر نکردیم. خب اینو از بی خوبونیان باید بشه بر پرداخت فکر کرد، این از کجا باید بزنه بیرون؟ علوم انسانی، حوزه دانشگاه، حوزه دانشگاه، حوزه دانشگاه، و دقیق و شاخص پذیر قابل اندازه‌گیری. مثلا میام اینجوری میکنیم، من دیدم دیگه بعضی از این استاد، چون من یک جای مشاور بودم از همون میخواستم ما بریم تو بخش فرهنگی و اجتماعیش کمک کنیم، مثلا الگوهایی داشت نوشته میشد و سندهای راهبردی، من میدم مثلا اینجوری میکنم طرف تا 1404 ایران باید در این بشود. گفتم عزیز من این مخاطب این بایده کیه؟ از کجا معلوم این درسته؟ شاخص چیه؟ شما داری استی جی اس رو میخونی؟ سند توسعه پایدار سازمان ملل رو میگه آقا مثلا روستای توسعه یافته از نظر دسترسی به جاده اینه که مثلا 1.5 مایل فاصله داشته به جاده اصلی، این قابل احصاء، قابل اندازه‌گیریه. تا 1400 باید این بشود، این بشوده که اگه طرف مثلا بیا بینه بکن، باید ساخت این خانه شروع بشود، طرف بره زمینشو بخرم شروع شده، خب بیاد پیشم بیاره بالا شروع شده باز محسوب میشه، مونده این پنجره آخریارم بذاره، پرده خونرم بزنه، این بازم شروع شده حساب میشه. اینا باید شاخص پذیر، ما اینجا واقعا ضعف داره کشورم، اینا شاخص پذیر نیست. بس خوشم همجوری کار میکنم. یادمه یکی از این برنامه ساز و مدیریت من داشتم بررسی میکردم، مدیر برنامه‌ریزی مال سالها قبل این دولت نبود، دولت قبلی هم که نداشت معلوم میشه میشه مال کدوم دولت. خب خدمت شما عرض کنم، براشون نوشته بود که مثلا افزایشه، ببین دقت بفرمایید، افزایش زمین بازی برای ازای هر فرد ایرانی مثلا مثالها از 40 سانت بشود 1 متر، اینجوری مثلا یه چیزی نوشته بود. من یادمه همون موقع من دانشجو بودم، نشستم اینو حساب کردم، دیدم 45 میلیارد دلار باید پول بذاریم. گفتم میفهمه چی نوشته؟ یعنی اونجاش همین شاخص خودشون درست، من دریوری نوشته بود، خودت سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی اینه، بقیه‌شون 45 میلیارد دلار، چقدر تو پول داری؟ من مخالفه نیستم مثلا هر ایرانی یه ورزشگاه داشته باشه خوبه، چی بهتون بگم، آشدنیه یکات اون دوغه و اون اقیانوس و ماسته است دیگه، این که نمیشه که. خب یعنی اونجا هم که علوم انسانی یعنی بیاد بستر فراهم بکنه، خط و مش مشخص بکنه و مبتنی بر نیاز روز قابل سنجش داشته باشه. آقا این حالش بده، یعنی چی بده؟ این حالش خوب شد، یعنی چی خوب شد؟ بردیم آزمایشگاه دیگه ویروس نیست، این باید قابلیت سنجش بشه، چون تو علوم انسانی خیلی مباحث نسبی میشه، کیفی میشه این کار، اما تو مهندسی بر همینه دیده میشه. یعنی طرف تو پزشکی میره میگه این ویروس دیگه نیست، تو مهندسی میگه نگاه کن عزیز من این یا هست یا نیست، مثلا ما ساختیمش. درست، درست وجود داره. تو علوم انسانی نه بحث پذیر، بحث فلسفی میشه، نمیدونم چه میشه، هر کسی میگه نه اصلا من قبول ندارم، میگه من قبول دارم، خیلی اختلافات عدیده و عجیب غریب به وجود میاد.
اینو باید کمک کرد. درست. و پیگیریش هم بوده. واقعا من معتقدم یکی از خیانتایی که دانشگاه ما صورت گرفت اینکه کرسی آزاداندیشی جمع شد. اگه حرفا زده میشد خیلی‌ها می‌فهمیدن که آقا واقعا بسیاری از انتقاداتی که داره وارد میشه، بسیاری از حرفایی داریم چون مبنا نداره. در عمل هیچیه. اون تو نمیدونم حالا چی، کیا من مسئولین دنبال اینن که منم یه کرسی از اندیشی درست کنم فردا یه تقیب توقی بخوره. میگن آه تو دوره ریاست فلانی این اتفاق بلند شد افتاد، ول کن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. اینجوری فکر کنم. درست. حالا الان مثلا میگن خب چرا؟ ما چرا با تلویزیون ما تبدیل بشیم؟ بیرون حرف بزن. فیلم کن تو حرف نزنیم. ماهواره نمیگه مردم نمیبینن. همین الان شما چیکار داریم تو شبکه‌های اجتماعی؟ چون تلویزیون رو نمیدن. همین حرفو میزنه مردم هم میشنن. چی میشه؟ یه حرف اشتباه من دارم میزنم. فردا یکی دیگه بیا من نقدم. همون روز یه نفر بزن جلو منو نقدم. والله به خدا تو مناظره ریاست جمهوری آقایون کاندیدا چیزایی گفتن. خب که میگم نسبتایی اینا به هم دیگه دارن امام به شاه نگفته بود. خب چیزای مردم شنیدن دیگه، به قولی تعشو دیدن. درست. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. انقدر نگران نباشید از این جهت. مردم آستانه تحملش میره بالا. ظرفیتش میره بالا. درست. آقا خیلی مخلصی. سلامت باشید. خیلی راحت و بی پرده. دست شما هم درد نکنه. این وقتی که گذاشتید واقعا نشون دهنده اینه که برای دانشجو، همین که برای کودک نوجوان ارزش قائلید، برای دانشجو هم، چون من واقعا صادقانه بگم که ندیدم قرولندی اخمتخمی چیزی که آقا تمامش کن تو رو خدا بریم و اینا. خیلی ممنونم ازتون که دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه رو پذیرفتید. مهمان میزبان شما بودیم. سلامت باشید. بازم این آخرش هم میگم من واقعا مجری نبودم، قصدم هم واقعا مجری گر نبود. مثلا اینجا مهمان میزبان قاطی شد، یعنی میزبان شما بودیم. انشالله که فرصتی باشه بتونیم در مقاطع بعدی، در سالهای بعد، حالا هر به مراتب و به بسته به موضوع، بازم در خدمتتون باشیم. بنده دیگه نکته‌ای ندارم، فقط یه مسئله. تمام مسائلی که اینجا مطرح شد، مباحثی مستقایی که مطرح شد و هدفش یه چیزه، ما می‌خوایم به عنوان یک دانشجوی دغدغه‌مند برای اطلاع کشورمون، این نهایتش اینه، بتونیم اون نقش فعالمون رو ایفا بکنیم که در ریل، چارچوب، در راستای اون اطلاع حرکت بکنیم، نه تفرید کنیم نه افراد داشته باشیم، حد وسط رو بگیریم، عادلانه رفتار بکنیم. اون کسی هم که افراد و تفرید داشته باشه خودش بعداً ضایع میشه. مردم پس میزنن. مردم بابا این افراد، این تفرید، این بی‌انصافه. درست. این دیگه هیچ حد و مرز قائل نیستش. اگه کسی عاقلانه رفتار کرد و منصفانه رفتار کرد، خودش رو جاودانه میکنه. کسی اصلا این داد و بیداد میکنه 6 ماه بیشتر نمیمونه، اثری ازشون نمیمونه. درست. من خیلی یار دیدم اونا مثلا چه افراط کردن تو برخوردی فلان، بعدن خودشون یه گندی زدن تو همون شبکه اجتماعی، یه جوری پخش شده که کسی دیگه ترم خورد نمیکنه براشون. اما مردم طالب عدالت، عقلانیت، انصافن، به خاطر اینکه فطرتشون اینو میخواد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. شما ذاتن اینا رو دوست دارید و تزیین شده است در قلب های شما، دوست دارید ایمانو. رزیله اخلاقی رو ذاتن بدتون میاد و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خب ما ذاتن اینجوریم. اگر میخوایم حتی برای خودمون میخوایم درست چیز بکنیم، ببینید یه مثال برای شما میزنم. فلان شرکت خارجی که اصلا نه خدا قبول داره نه پیغمبر قبول داره، شما میبینید مثلا چه میدونم برای به دست آوردن فلان ماده اولیش بود که مثلا کودتا در فلان کشور میدیدی کار کی بوده، مشخص میشد که کار فلان شرکت گوشی موبایل سازی بوده. چرا؟ چون ماده اولیه ارزون می‌خواسته به دست بیاره، اون رئیس جمهور بهشون نمیداده. گفته مفت دارید می‌برید رئیس جمهور رو برکنار کردن. اینا خب میگم دینمون که ندارن، آدم کشته میشه. اما همینا در مورد برندشون دروغ نمیگن. این نزد جهت شر این کار نمی‌کنه که میگه نمی‌خوام برندم، این اعتبارمو خراب نکنم. جریان دانشجو اعتبارشون رو خراب نکنه. اجازه این عجب چیزی فرمودین یادم. تو رو خدا نذار سیاسیون باهاتون بازی کنه. اینه یه دستمال ازتون استفاده میکنن پرتتون میکنن طرف. اجازه ندادید. حریت خودتون رو حفظ کنید، استقلال خودتون رو حفظ کنید، نذارید راحت شما رو بخرن. منم بودم تشکر دانشجو میخواستم فلان استاد دعوت کنم، گفتن حق نداری دعوت کن. بودم چرا حق ندارم دعوت کنم؟ میاد حرفش میزنه، ما هم حرفمون رو میزنیم. گوش نمیکردم، دعوتش میکردم، بعد طردم میکردم، گفتم برو اینجا بیرون. میرم تشکر دیگه، هیچ تشکلم رام نده، خودم شروع کنم کار کردم. این استقلال حیفه، این نباید بشه. سلامت باشید. خیلی ممنون. اگه صحبتی نیست نه عرضی نیست، ما تشکر میکنم از شما.
همه دانشگاهی علی خصوص دوستان عزیز دانشگاه علامه بزرگوارید. منم از همه بینندگان که وقتشون رو امیدوارم تونسته باشیم یه ذره به اون یک ذره در راستای پاسخ به سوالاتشون موفق بوده باشیم، تونسته باشیم کار انجام بدیم. ازتون خداحافظی میکنم، اگرم مسئله نیست با صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. خدا نگهدار، خیلی مخلصم، خدا نگهدار.